سلام دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه یه برنامه دیگه داریم تحلیل UFC 296 آنالیز هم بکنیم دونه دونه مبارزاتو و کل کارت اصلی رو با ما همراه باشید به سرعت برق و باد شروع میکنیم از مین ایونت بعد میایم فایت های بهتر رو براتون میذاریم آخرم پنتوجا رو میذاریم اونا چونکه که طولانیه خب کجا فایت رو ببینیم تو تلگرام راستی امروز صبح تو تلگرام خود مین ایونت رو لایو گذاشتیم برای دوستانی که بودن حالا تماشا کردن ولی فایت رو با یه تاخیر گذاشتیم بالا پس بنا بر این اگه میخوایم ببینید در ام فارس در تلگرام میتونید مشاهده کنید بریم الان آنالیز فایتو داریم دوستانی که تازه ما پیوستن آنالیز فایتی که خب خیلی هم طرفدار داره شروع میکنیم برنامه رو اگر از این سگ خوشتون میاد حتما مالو لایک بکنید ممنونتون میشم خب مبارزه اول که میخوام براتون تحلیل کنیم آنالیز مبارزه لیون ادوارد در مقابل کوبی کاوینگتون هستش ببینید این فردی که دارین سمت چپ میبینید لیون ادوارد سمت راست کوبی کاوینگتونه سمت راستی 17 تا پیروزی داره 3 تا باخت سمت چپ 21 پیروزی 3 تا باخت و کلی کلکل داشتن کل با هم قبل از این مبارزه و مبارزه میدونید که در لاس وگاس برگزار شد در تیم موبایل آرنا کل اون کلکرا رو براتون گذاشتیم حتی اخبار یو اف سی رو قبل از مبارزه براتون پخش کردیم و الان آنالیز کاملش رو میخوایم براتون بگیم داخل برنامه هم خب هواشی که به وجود اومده براتون میذاریم این برنامه تقریبا بهتون بگم خیلی کامل خیلی هم طولانی باید باشه خب کوبی کاوینگتون رنگ سه هستش همین فردی که مشاهده میکنید و تمام طرفداراش اومده بودن کل آمریکا دیگه طرفدارش اونجا گفته بود دونالد ترامپ به خاطر من اومده اونجا و دیگه اصلا یه وضعی ادامه بهتون نشون میدم که چه اتفاقاتی افتاد و همونطور که مشاهده میکنید رکوردهای خوبی هم داره قبلا خب قهرمان اینتریم وزن ویلتر ویت بوده یعنی کمربند این ولترویت رو داشته تو کمربند اینتریمشو و جزی کساییه که تو زمین زدن حریفاتو تو کشتی جزو نفر رنک دوم رو داره تو تاریخ ولترویت یعنی زمان جورج سین پیر رو اگه تصور بکنیشون نفر دومه در تاریخ نه که الان فقط و هنجمینه در ایستاد ضربه زدن و استرایک در ضرباتی که بجز در خاک باشه بنابراین یه فایتر میتونیم بگیم شیشتونگی همون اول که مبارزه میخواست شروع بشه قبل از اینکه بره وارد آکتگان بشه و مبارزه رو شروع بکنه و داور بخوام معرفیش بکنن رفت سراغ آقای ترامپ آقا ترامپ رو چه تشویقی میکردن اونجا ارزش کو چه تشویقی میکردن میاد اینجا شروع میکنه ارادتش رو واقعی ترامپ نشون دادم ترامپ هم مچ پاشو میگیره اشتباه نکنم آره اینجا باشه چاق سلامتی میکنه بعد پاشو میگیره و باش یه صحبتی میکنه و خب میدونی که خیلی تو کمپ انتخاباتیش بوده خیلی ترامپیه ترامپیست به به سلام اونجا بهشون میگن و یه جوری بهتون بگم تبلیغ ترامپ بود بیشتر کوبی کابینگتون در این مبارزه اومد و ترامپ هم باشی خوشو بشی کرد و, و بعد رفت وارد آکتگان شد وقتی که ترامپ اومد نمیدونی چی جوری تشویقش میکردن و اصلا کلا کل ورزشگاه به هم ریخت اصلا سیستمش و خیلی طرفتاره زیادی داره و واقعا فکر میکنم امسال من فکر میکنم قطعی رای بیاره حالا بعد چه اتفاق میفته وارد آکتگان که میخواست بشه کوبی کاوینتون اینجوری 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 کرد همه گفتن چرا این داره اینجوری اینجور 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 میکنن منظورش بود فیلم بردار بود فیلم مادر برو کنار میخوام پشتک بزنم مثل اینکه هماین کرده بود که مثلا این حرکت رو انجام بده که طوفانی وارد بشه اومد و به فیلم گفت برو کنار یه پشتک زد تو یه قل خورد دیگه در اصل به سبک حسن یزدانی وارد شد من واقعا بهتون تو میگم اینو واقعا از حسن یزدانی تقلید کرده شو کاملا مگه میشه یه چیزی رو دقیقا اینو بره این دقیقا سبک حسن یزدانی خودمونونه دیگه دقت کنید این دیگه سبک خود حسن یزدانی وارد میشه یه دونه قل میخوره یه دونه هم پرش و دیگه تماشاگر شروع کردن تشویقش خودش هم دیگه بالاخره فاز اونجا رو گرفته بود و تمام طرفداراش هستن اونجا تمام از کشورهای مختلفی که اومدن بیشتراشون خب طرفدار آمریکان یعنی بیشترشون آمریکاییان از جای مختلف اومدن مثلا طرفدار برزیل اومدن طرفدار انگلیس اومدن ولی خب بیشتر افرادی که اینجا هستن آمریکاییانو طرفدار آمریکا اینورم لیون ادوارد انگلیسیه و میدونید که قهرمان ولتر همین وزنه و رنگ سومو داره نفر سومو داره توی بدون باخت بودن پشت سر هم و این به نظر من یه رنگ خیلی مهمیه که لیون ادواردز داره و دقت ضرباتش هم بالاس خیلی کلکل کل بود قبل از این مبارزه اون برنامه رو ببینید اگه میخوایم بدونید کلکلش کل, کل چی بود چون صحبت خیلی بدی کرده بود کوبی کاوینتون بهش کوبی کاوینتون همین چپی راستی به لیون وارد که پدرش از دست داده 13 سالگی گفتش که آره طوری میزنمت که بری طبقه هفتم جهنم اونجا شاید پدرتو ببینی لیون هم خیلی از این مسئله ناراحت بود خیلی از فایترها عصبانی شدن به کوبی کاوینتون گفتن باش مصاحبه کردن بعدش من گفتم حالا مثلا معذرت خواهی میکنه بگی مثلا فایت و دیگه حالا مثلا آدم بالاخره این داستانا رو داره و شروع میکنه صحبت کردن گفت نه من کاملا رو حرفم هستم و آدم درستی نبوده آدمی که خیلی از خانواده‌های دیگر رو بدبخت کرد و فلان حالا من نمیدونم کوبی کاوینتون چه قاضی شده این مثلا دو نفر تو درگیری خیابونی حالا مثلا اصلا فرض کن قاچاقچی فرض آدم کش نمیدونم هم وقتی تیر خورده این چه جوری داده که این فلان بوده و بیسار بوده؟ حرف قشنگی در صورت نزده کوبی کاوینگتون پ ساله در مقابل لیون ادواردز 32 ساله قرار گرفت که لیون ادواردز می‌بینید که قدش هم بلندتر بود و ازشون تقریبا یکی بود ولی دست و پای بلندتری داشت بریم براتون دیگه خود مبارزه رو به صورت فنی آنالیز بکنیم رنگ 3 کوبی کاوینگتون در مقابل چمپیون کسی که کمربند دستش لیون ادواردز از ای بیرمنگام انگلیسی روبرو رو هم دیگه قرار می‌گیرن اینجا دیگه چون قرار جنگ شروع بشه کسی نمیاد جداشون بکنه یا دو ثانیه سب کنن خود فایت شروع میشه دیگه کوبی کامینتون جلوتر اومد اینجوری وایستاد که این من آمادم واسد یون ادوارز هم رفت نزدیکش هرب هم شروع کرد صحبت کردنش و به هیچ عنوانم با هم دست ندادن و مبارزه آغاز شد ما همه فکر میکردیم خب خیلی از گزارشگرای یو خیلی از تحلیلگرا که کوبی کامینتون طوفانی میخواد شروع بکنه این مبارزه رو ولی خیلی ریلکس کوبی کامینتون هم اومد داشت میسنجید لیون ادواردز و لیون خیلی رو به جلوتر بود و الان براتون کامل تحلیل رو میگم که چه اتفاقی افتاد یه چیزی هم جلوتر بهتون بگم این بار تمامی پیش درست سر یعنی هر 5 تا مبارزه ای که پیش کردیم دقیق همونا شد در یو سی و خب خیلی خب نظرشون روی سری چیزهای دیگه بود من نظر شخصی مو دادم در صورت میگم من نظری که میدم نظر 100 صد درصدیم نیست نظر خودمه در صورت بر اساس اطلاعاتی که آدم در یا موقع ولی این بار همش درست سلامت بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد همدیگه رو داشتن میسنجیدن لیون ادوارد رو به جلوتر کاری که لیون ادوارد خیلی خوب انجام میداد توی این مبارزه بچا نگاه کنید پاشو پاشو سویچ میکرد پای چپ جلو بود پای راست رو جلو پای راست جلو پای, پای چپ رو جلو و این سویچ کردن ها حریف رو به رو, رو به هم میریزد چون گاردش رو عوض میکرد لیون ادوارد پس رو به جلوتر کار کرد میومد رو به جلو و نگاه کنید همون کاری که خود لیون ادوارد با کام روزمان کرده بود که دستشو میاره جلو جلوی دید و میگیره و شروع میکنه ضربه زدن همین فن میخواست به لیون ادواردز بزنه داداش خودش ساب سب که این کاره خودش بنیانگذار این کاره دست تو آور جلو صورت اومد های کیک بزنه دستو ببینید کامل بس تو دفاع کرد و یه جورایی هم خود کوبی کامینتون میگو بقا من خودم با کوتولا مبارزه نمی کنم مثل لیون ادوارز منظورش الکساندر ولکانوفسکی بود که ولکانوفسکی هم تو همین مبارزه بود نشسته بود اون گوشه والا ما خودش هم دیدیم خودش همچین کوبی رشیدی نبود خودش هم جاسویشی بود یعنی این کنید زربایی که میزد هیچ کدوم نمیخورد اصلا فاصله که حفظ میشد پاکوتا اما خب فایتره خوبه تو گرپلینگش چند تا نکات خیلی جالبی اجرا کرد فایتر جنگیه ولی حرف چرت و پرت دیگه زیاد میزنه میدونی زیاد از حد میگم گن بعضیا گنده تر از ذهنش صحبت میکنه حالا اینجوریه گنده تر از ذهنش واقعیت صحبت میکنه ببین سویچ کردن لیون ادوارد ببین پاشو پارا سویچ میکنه کوبی کامینتون هم قشنگ بسته ولی رو به عقب لیون ادوارد رو به جلو ببین کوبی کامینتون همینطوری رو به عقب میره و دفاع میکرد اینجا سه دقیقه و 21 ثانیه مونده تا راند یک به پایان برسه چند تا ضربه میخواد از دور بزنه کوبی کاوینتون که جب زدنای لیون ادواردز رو نکنید تپ میخوونه به صورتش خب همین میدونی که شما ضربه میخوای بزنی یه دونه آروم اینجوری بخوره بهت کلا سیستم یه به هم میریزه هدف گیرید به هم میریزه ضربه که میخوای بزنی و نمیتونی دقیق بزنی و اینجا این اتفاق براش میفته اصلا ضربه هم نمیخوره در برگشتم لیونتوارد ادواردز بزنه که دفاع کرد رو به عقب رفت کوبی کاوینتون در درگیریهایی که به وجود میمد رو به جلو بسیار قشنگ گارداشون و جفتشون نگه میداشتن وقتی ضربه میزدن لیوند بهتر نگاه کنید دستشو میبینید دستش پایین اینجا کوبی میتونه اما لیون وقتی که ضربه رو و می حریفش میخواست ضربه بزنه دستشو بالاتر نگه میداشت نسبت به حریفش ببینید گاردو کامل بالا نگه میداشت صحنه‌ای که به وجود اومد در راند اول ضربات معنیداری بود که لیون ادوارد میزد و کوبی یه جوری اصلا کرده بود بسته بود کارشو نگاه کنید ضربه خوبی رو بیزد و گاردش هم میبینید که اینجا ارتودکس هستش یه موقع میکرد ساپا یه موقع میگرد ارتدکس الان اینجا که میبینید گاردش ساپا هستش پای راستش شله. و با دست چپ محکم ضربه میزنه به صورت کوبی و کوبی رو به هم میریخ ضربات خوب و معنیداری زد به کوبی و کوبی کامیتون ضربه ای که میخورد میخندید به قول اون دوستم میخندی؟ خیلی جالب بود برای من این همه ترشتاک این همه میزنم جنازت میبرم تو جهنم این بود در ادامه با ما همراه باشید خیلی از دوستان که دارن الان برنامه رو میبینن شد اولین بار میگن آقا این چرا استوب میکنی داریم میبینیم دیگه داداش عزیزم قربون شکرت برم مبارزات در تلگرامه اینجا با نمیتونیم کاملش رو بذاریم تحلیلش رو میخوایم بزنیم به این صورت میذاریم بنابراین اینم برای اون دوستان گفتم دوستانی که قدیم من که نوکرشون هم ازم میدونن این داستان علم که جدید دارن میبینن و میدونن این داستان رو برای اون داستانی برای کسایی گفتیم که این داستان رو نمیدونن حالا این خنده ضربه ای که محکم میخورد میخندید حالا شما چه بخندی چه نخندی اونجا قاضی ثبت کرده شما این ضربه رو خوردی آمار و ارقامش اونجا داره ثبت میشه رفتیم برای راند دوم راند دوم که آغاز شد یه نکته هم بهتون بگم در مورد این مانستر که کف زمینه که انرژی درینکه که خب تبلیغ خیلی میکنه توی یو و کل این نوشته هایی که میبینید دوره این زمین همش تبلیغات دوستان کلی پول در میره فقط از همین نوشته هایی که رو زمینه و مانستر انرژی که از بیشتری که خیلی پول میده بشه خیلی جالب بود فایترها میخوردن نی... پو... توف میکردن بیرون بیشترینش رو تونی فرگوسن کرد مثلا نیده بودم این نفر قلوب بخوره بریزه بیرون بخوره بریزه بیرون برو خوره بیرون حالا تو فایتش براتون توضیح میدم با ما همراه باشید تمام فایت ها رو میخوایم بررسی کنیم راند دوم که آغاز شد با هایی بود که محکم میزد لیون ادواردز ببینید لیون ادواردز ضرباتی که میزنه به شکم کوبی کاوینتون خیلی داستانش جالب بود به خاطر اینکه این زمانی که کاماروزمانو تونست ناکاپ بکنه با هایکیکی های کیکی که زد خیلی این میم شد و بولد شد تو دنیا که این ضربه ای که زد به سر کاماروزمان و بعد از اونم یه جورای اسلام ماخاچف زد به کله الکساندر بولکانسی دیگه فایترها میترسن از های کیک خیلی بالا نگه میدارن خصوصا جلوی کسی که این کارو کرده بنابراین لیون ادواردز یه کار خیلی جالبی که کرد هم لوکیک خیلی خوب میزد در این فایت هم میت کیک میزد هم های کیک بنابراین ضربه که میخواد بزنه طرف رو آشمز میکنه تو سه تا زاویه و نگاه کنید چقدر از این داستان استفاده میکنه کوبی کابینتون میمد داخل که اوورهنداشو بتونه بزنه لیون در برگشت جواب میداد و تا الان بینید که هیچ کاری کوبی کابینتون نتونسته بکنه و لیونت ادواردز بسیار عالی زر نگاه کنید فرانکیکی که داره میزنه شما فاصله فرانکیک رو نگاه کن خیلی فاصله است نیمان تکون بالا اون کجا که مثلا چندلر زد به تونی فرگوسن زربه رو چجوری ناکاوتش کرد اصلا مسیر زندگیش عوض شد اون کجا که اندرسون سیلوا زد به ویکتور برفورد سالیان پیش این کجا این فاصله رو نکنید دونالد ترامپ هم نکنید که چه با دقت نشسته و حالا دوستانی که بادی لنگویج خوب بلدن دستار نکن کامل اینجوری بود مبارزه کوبی کاوینتون که میدید دستاش همینطوری چستیده بود با هم یه حالت گارد فایت جالبی نمیکرد تا اینجای کار و پای لیون ادواردز که همینطوری سویچ میکنه و مربیش چندین بار بهش تاکید میکرد گفتش این کار رو انجام بده تا میتونی سویچ بکن و به هم ریخته بود کوبی کاوینتون سر همین داستان بسیار مدل انگلیسی کار میکنن یعنی دقیقا فایترها رو میان آنالیز میکنن استراتژی میشن و با برنامه میرن جلو کاری که با کامروزمان کردن با اینا هم کردن ولی کوبی کاوینتون در گرپلینگ یه سری نکات خیلی جالب به ما نشون داد خب اول اینجا نگاه کنید اونجا اومد باز اوورهند بزنه حالتی که نشون داد حالت اوورهندش بود بعد یوهو تبدیلش کرد به حالتی که میخواد شیرجه بزنه زیر بگیره نگاه کنید کوبی رو زیر بگیره که بره اینجا ضربه رو بزنه دید فاصله شو کامل داره حفظ میکنه لیونارد ببینید مدل کوبی کاوینتون یه که نه زیر بگیره یو زیرو بگیره که پایین رو نشون بده با مش بزن دستش بالای بالاست لیونت بارز من با نمیتونه اینجا باید سر بزن آها نگاه کنید همون کاری که لیوند بارز میکرد با فایترهای دیگه دست رو نشون میده اینجا همه فهم میکنن های کیک میخواد بزنه لو کیک این ضرباتش رو خیلی زیاد میزد همه فکر میکردن های کیک قرار بخورن یا مید سیکشن کیک قرار بخورن لو کیک میزد و بعد جور ضربه میزد به این قسمت پای کوبی کاوینگتون اینجا نگاه کنید تا الان رنگش هنوز عوض نشده یواش یواش میبینید که اون قسمت صورتی میشه سرخ میشه این ضربات خیلی میزد کوبی کاوینتون حالت اوورهند باز نگاه کنید ترامپ هاش تو همه تصویر هستش ولی لیون ادوارد فاصلهشو خوب حفظ میکرد آبلی کیک میخواست بزنه موفق نمیشد در برگشت با زواره لیون ادوارد ضربات رو میزد به محض اینکه ضربه میخورد کوبی کاوینتون تازه دستش رو موقع بالا این قبل از اینکه ضربه بخوره نمیاد بالا نگاه کن ضربه رو که اینجا میخوره تازه بعد دستش میاره بالا لیونل وارتس باز ببینید از این داستانش استفاده کرد دست و دقیقا همون کاری که با کامور عثمان کرد دست میاره جلو اینجا های کیکو میزنه و دیگه خب خیلی هم میدونن وقتی که جلو لیونل وارتسن همه رو با هم دیگه بعد دفاع کنن های کوبی رو نگاه کنید پا و دستش رو بسیار قشنگ داره دفاع میکنه الان یعنی اگه چه طرف لوکیک بخواد بزنه چه به شکم بخواد بزنه چه به بالا بخواد بزنه تقریبا همه رو پوشش میده با این ضربه این کاری که کامروزمان نکرد اینجا دستش ذره پایین تر بود و ضربه خورد به سرش و جان ناک‌آوت شد هایکیک بسیار خوب میزنه لیون ادوارد اینجا کوبی کامینتون یه لوکی رو نشون میده به راحتی و زیبا دفاع میکنه لیون ادواردز همون و پا رو میذاره زمین به حالت لیلا یعنی بای وای نمیسه های کیک میزنه و باز دفاع است لیون ادواردز یعنی هم فاصله رو حفظ میکنه میره عقب هم دستشو بالا میاره که به نظرم خیلی قشنگ این رو انجام میداد لیون ادواردز مبارزه در راند دوم ادامه پیدا میکنه کانتر پانچ های زیبای لیون ادواردز رو نگاه میکنی که وقتی ضربه رو حریفش میخواد بزنه با جب میره عقب امونو در برگشت ضربه رو با مشت میزنه اون کاملا حرکت پیور برای بوکسه مثلا میدونید که فلوی مینودر این کارو خیلی خوب انجام میده حریفش که ضربه میزنه میره به سرعت اونو ضربه میزنه نکنید بوم ضربه رو میخوابونه و تا ضربه رو میخوره باز دستشو میره بالا دیگه اینجا نمیخنده ولی لو پاره که میره بالا باز بهتر از اینه که پاره نیاری بالا ولی ببینید چقدر ضربه میزنه که همین ضربات باعث میشه پای کوبی کاوینتون درد بگیره پای جلوش پاشو سویچ کنه بیا رقب اون یکی پاشو بذاره جلو چندین بار این کارو کرد ببینید و سویچ کردن لیون ادواردز رو ببینید تا به محض این حریفش میرفت به سمت اونور پارو رو سویچ میکردیم که این پا بیاد عقب بتونه ضربه بزنه دیگه ببینید این پا وقتی بیاد عقب میتونه ضربه بزنه وقتی حریف اینوری بره سویچ میکنه با این یکی پا میزنه خیلی قشنگ این کارو انجام میداد انواع اقسام فنون فرانت کیک بوکس لو کیک های کیک به شکم اینجا باز دوباره کوبی کاوینتون میخواد همون کار رو استفاده بکنه خیلی خواست این کار رو بکنه دقیقا کاری که لیون ادواردز کرد به کامروزمان اومد به خودش بزنه موفق نشد ببینید های کیک اومد بزنه موفق نشد راحت دفاع میکرد پاکوتا هم بود نمیرسید یه جورایی به اون خوب بخواد برسه و باز لو کیک های وحشت ببین لو کیک زدن تو اینجا بهترین حالت یعنی طرف داره میاد جلو آش میخواد قرص شه رو زمین ضربه ای که تو میزنی پای طرف قرص رو زمین کامل نیرو انتقال پیدا میکنه نه اینکه پاش بالا باشه نگاه کنید ضربه رو شما اینجا صدای ضربه رو فقط گوش کنید دوباره میزنم صدا رو ببینید کنید شا. اصلا خود گزارش کردم تعجب کرد این ضربات به این صورت وقتی میخوره ستون بدن رو شل میکنه وقتی پشت سر هم ضربه زیاد میخوره خیلی از ضربات پا ناکاوت میشن انقدر ضربه میخوره که طرف نمیتونه وایسه و داور مبارزه رو تموم میکنه نگاه اینجا پاش داره یواش یواش صورتی میشه روبه جلو اومدن لیون و فرار کردن کوبی کاوینتون رو دارین میبینید باز دوباره همون فنی که لیون ادواردز دوباره اومد بزنه های کیک و نگاه کنید هم فاصله بسیار خوبه هم با دست داره دفاع میکنه یعنی اصلا هیچی اصلا یعنی کاملا راهو بسته و با سویچ کردن پای لیون ادواردز راند دو هم به میرسه صحنه های رو نگاه کنید این لوکی کار رو که دید کارگردان اون پنهون نموند این ضرباتی که میزد به به سلاح سفیدونه حریف و اذیت میکرد و بچه های کیوکوش این کار میگن گدان به اینا ببینید؟ ببین پارو اینجا بود که گفتم بهتون شخص داد اصلا ضربه دقیقا همون جایی خورد که دفعه قبلم خورده بود بوم خیلی پارو اذیت میکنه تکونش داد اصلا پرتش کرد راند سه شد در راند سوم استراتژی رو به صورتی گذاشتن که زیرگیری بکنه دیدن در ایستاد خوب داره کار میکنه لیون ادواردز همون اول مبارزه که مبارزه آغاز, آغاز میشه بالا رو نشون میده لیون ادواردز خیلی قشنگ وقتی که حریفش داره حمله میکنه یه جوری دفاع میکنه که هم بالا رو داره اگر حریف بخواد اوورهند بزنه هم میره عقب که اگه خواست زیرگیری کنه فرصت داشته باشه دستو بندازه زیر کتف به راحتی میره عقب دستا رو آماده میکنه برای زیر کتف انداختن کوبی کاوینتون اینجا نمیگیریم میبینه فاصله حریفش خیلی حفظ شده و میبینید چقدر قشنگ راه رو بسته لیون ادواردز و اجازه نمیده که کاری انجام بده باز دوباره این لوکیکا به همون نقطه ای که میزد دوباره میزنه ضربه و اینجا دیگه پا رو عوض میکنه کامل ببین پای راستش جلو پا رو میزاره کنار این یکی پا رو میزاره جلو چون چند تا دیگه میزد میافتاد و اینها خب این حرکت داره به حریفتم یه سری اطلاعات رو میده که این پاش درد گرفت حالا اینجا دیگه دست بالا رو تو داری وقتی بتونی حریفتو تو به اینجا برسونی که پاش درد بیره بذار عقب چرا چون میدونه که پاد درد میکنه و چند تا لوکیک میخواد بهت بزنه تو هم میدونی که لوکیک میخواد بزنه اما تو چیکار میکنی اینجا میتونی بالا رو نشونی چند تا بالا بزنی هی بالا بزنی هی بالا بزنی دیگه میفته تو کارهای ذهنی بالا بزنی بالا بزنی یهو پایین بزنی یا پایین بزنی بعد بالا بزنی میافته تو ذهن دیگه که چجوری بتونی طرفو بازی بدی درست پاش داغونه ولی میتونی از اینکه پاش داغونه و حریف میدونه که تو میخوای به اونجا بزنی استفاده کنی و اونجا نزنی های کیش بزنی چون حواسش به پایینه این نیست که یه جا درد میگیره اد اونجا رو همش بعد زد نه خب دفاع میکنه زمو جوری بعد بزنی که طرف فکر نکنه که تو میخوای چیکار بکنی وگرنه ببین اینجا دوباره پاشو گذاشت جلو و دنبالش کرد اینجا لیون اینجا دوباره زد به. پاش پاشو میذاره جلو دیگه و ببینید اصلا مدل دفاع کردنش متفاوت میشه معلومه دردش میگیره نگاه کنید و ضربه رو بعد جور انتقال میده پا رو با سویچ میکنه به محض اینکه پاشو میذاره جلو دوباره ضربه رو میزنه چند تا ضربه میخواد بهش بزنه اینجا کوبی کاوینتون که باز با همون فاصله حفظ کردن و دست بالا ببین چقدر جالبه که شما دست و بالا نگه داری و فاصله تو حفظ بکنی ببین دست و بالا نگه میداره فاصله حفظ میکنه میره عقب اینجا دستو میخواد بندازه که زیرگیری بکنه لیون ادواردز خیلی تمرین کرده با مشتاق اصلانی میدونی که دفایتر ایرانی که از دوستانمونه که با هم تمرین میکنن کشتی رو و چقدر قشنگ اینجا دفاع میکنه کشتی شد کردم اول مبارزه رنگ دومو داره تو تیک داون در تاریخ ولتر ویت یعنی کم کسی نیست تو زیرگیری آقای کوبی کاوینگتون اما چند تا نکته رو در نظر بگیرید پا رو نگاه کنید اینجا تبود شده پا وقتی که ضربه زیاد بخوره هم سخت میتونی زیر تعریف بگیری هم سخت هم سخت میتونی زیر ندی چون ستون پا خرابه یعنی کلا ستون بدن خرابه به راحتی نگهش داشته اینجا کاملا بهتون بگم مسلط نگه داشته بود اینجا کوبی کاوینگتون اما نکته جالب اینجاست لیون وارس اومده بود شانس خودش رو امتحان بکنه برای کشتی گرفتن با کوبی کاوینتون یا اصلا پیچیدن به پر و پاش برزیلیان جوجیتسو کار کردن اینجا میاد پا رو میندازه کوبی کاوینتون اینجا زیبا فشار میاره به همون سمت مخالف ببین تا فن رو میخواد بزنه لیون ادوارد پاشو میذاره بالا میدونه که الان آن استیبل حالت تعادل درستی نداره همون لحظه میکوبتش زمین میارتش در خاک ولی بهتون بگم لیون وارز ریسک میتونست خودش رو نگه داره اونجا خواست که به پر و پای کوبی بپیچه کاوینتون در گرپلینگ بهتر بود اما کوبی کاوینتون نتونست کاری به اون صورت انجام بده در ادامه میبینیم اینجا مچ پا رو از آن خود کرد پای لیون رو گرفت بالا اینجا نگاه کنید تقریبا حریف هیچی به جز دست راستش رو زمین نیست البته که از فنس هم خیلی خوب کمک میگیره لیون ادواردز یعنی لیون ادواردز اگر بره تو رینگ مبارزه بکنه کارش خیلی سخته براش اینجا در از شما فقط دست رو زمین است ولی بدنت هم تکیه داره به فنس اما خب دیگه اینجا خیلی راحت میتونه حریف شما رو تکتام بکنه میاد اون یکی پارم از آن خود میکنه و اینجا دیگه ببینید کاملا تک داون رو انجام میده کوبی کاوینتون میارتش در, در خاک راند سوم و اون استراتژی که داشت و اینجا تازه میتونه اعمال بکنه اما کار خاصی به اون صورت نمیتونست انجام بده ضربات وحشتناکی بخواد بزنه در یه قافلگیری هم نگاه کنید تا اومد اینجا یه لحظه لوکیشنش رو عوض بکنه به راحتی یه چپ و راست میکنه و دستشو میذاره رو زمین و پا میشه خیلی قشنگ پا میشه لیونل باش پر قدرت اصلا کابی نتونست کاری بکنه اینجا به راحتی باشه و کار خیلی جالبی که که تا پا شد ببینید چیکار کرد در... یه هایکی که محکم زد تو کله کوبی کاوینتون کوبی اصلا یه لحظه برقت سفازش پرید به محض باشه ناکن کلش اصلا میگیره آی سرم محکم میخوابونه تو کله کوبی پاشم پاش میره پای کوبی کاوینتون رو ناکن یه لحظه پاش یه لیزی میخوره اینا همه داره بر قاضی ها به قاضیا ها اطلاعات میرسونه آقای کوبی کاوینتون میک امریکا گریت اگن و نمیدونم یه جوری وز کرده بود این فایتو که با ببین یعنی اگر اتفاق دیگه ای میافتاد واقعا این دیگه خدا رو بنده نبوده حالا ادامه‌شو براتون میگم جالبه این بار خیلی جالب بود بعد از اینکه تونست پاشه لیون ادوارز همون لحظه اقدام کرد برای زیرگیری ریسکه دیگه این دیگه ریسکه چون کوبی کاوینتون تو گراپلینگ بهتر از لیون وارز لیون رو میگن آقا دفاع کشتیش قویه چند بارم گفتن آقا دیگه خب کامروزمانشون تونسته بزنه زمین خود کشتیش هم خوبه اینجا دیگه اومد تمام به اصطلاح دهنا رو ببنده یا آقا من کشتی هم بلدم و واقعا جرأت میخواد توی دفاع از کمربند شما بیشتر حمله کنی ایشون در دفاع از کمربند بیشتر حمله میکرد تا کوبی میتون زیرگیری کرد تا میتون کامیتون کوبی به سرعت خیمه زد بشینا کنید دستو میده زیر پا رو میکشه عقب پاشو ببینید میکشه محکم عقب و خیمه میزنه سر و گردن مال خودش میکنه ولی نمیتونه کاری به اون صورت انجام بده اینجا در خاک پاها رو میگیره لیونت وارز و میکوبه زمین کوبی رو به هر حال چه بخوایم چه نخوایم اینجا تیک داون کرده لیونت وارز هم تیک داون میکنه کوبی کاوینتون کوبی کاوینتون اینجا خطر این بود که احتمال داشت اینجا کیمورا رو بگیره ببینید با دستش بره کیمورا رو بگیره ولی خب پاش آن پاش جای جالبی نیستش پارو پارش رو اینجا میده عقب و دوباره خودش رو میاره در حالت خیمه خیمه که انگار لیونت پاس زده و خارج میکنه خودش رو مبارزه ایستاده ادامه پیدا میکنه در راند سوم لوکیک میخواد به لیون ادواردز بزنه اصلا این پا دیگه زور نداره نگاه کنید چه رنگی شده لیون ادواردز زدنش رو با لوکیک های کامیتون مقایسه کنید اصلا قدرتی که اون ضربه میزد خیلی متفاوته ببینید اینجا ضربه رو که داره لیونت وارس محکم میزنه از بادی لنگویج کوبی کاوینتون معلومه چقدر درد داره دست چجوری میره پایین دفاع کنه با دست آخه کسی لوکی کو دفاع نمیکنه که اصلا شما کفکی و مخصوصا نباید با دست دفاع کنی مگر اینکه کشتیگیر خیلی عالی باشی مثل کین ولاسکیز که این پا رو میگرفت رو هوا شاید اینجا کوبی کاوینتون میخواست این کارو بکنه که پا رو بگیره آره دقیقا همین کار اومد بکنه دوستان ولی معمولا کشتیگیرهای خیلی خوب همینجا که پا رو میگیرن با همون دست چپشون یعنی اینجا که پای با دست راست گرفتن با دست چپ محکم میخوابونن تو صورت یعنی پا رو میکشن با دست چپ میخوابونن تو صورت میفته زمین یا یعنی میخوابونن کف سینه حریف که من یه بار دیدم خب کن ولاسکز این کارو انجام داد یه بارم خدا عزیز دبیر داشت برای من توضیح میداد که این فن رو اجرا کرده از اسمیت الهام گرفته و این فن رو تونسته تو کشتی خودش اجرا کنه داشت برای من توضیح میداد که پای حریف آوردم بالا اون لحظه یادم افتاد زدم تخت سینه حریفم و انداختم به زمین خب تو کشتی شما نمیتونی با موش بخوابی وسط صورت حریف که ولی خب اینجا به که بزنی کف سینه خب میکوبی رو صورت و خیلی راحت میفته اینجا این کارو نکرد کوبی پا رو گرفت اومد که بگیره مچ پا رو بزنتش زمین لیون ادواردز تو این یه خمگیری یا بی‌نظیر پاشو خارج میکنه نگاه کنید راحت پا رو خارج میکنه و میاد بیرون چقدر نکته داشت این مبارزه در اواخر راند سوم باز دقیقا رو همون نقطه بوم ضربه رو میزنه چشای لیون ادوارز رو نگاه کنید داره مستقیم به صورت کوبی کاوینتون نگاه میکنه نگاه میکنه نگاه میکنه پا رو که میاره جلو اینجا کوبی کاوینتون نمیدونه این دوباره چیکار میخواد بکنه میخواد بزنه این جام بزنه شکم بزنه به صورت هم. برای همین سعی میکنه دست و بالا نگه داره چون این خورده این ضربه رو قبلا کامروزمان به این صورت ولی دقیق میزنه دوباره همونجا نقطه ای ضربه رو دقیق میزنه به همون نقطه که قرمزه و سرعت پایین و کوبی برای گرفتن موچ پاش که نمیتونه این کار انجام بده ببینید تو اصلا موجش رو نگاه کنید رو پاش چجوری میفته موجش رو جور ضربه میزده پایین پای کوبی کاوینتون این صحنه که در خاک بودن چقدر قشنگ زانوها رو ببینید میاره داخل خیلی مهمه که تو پرزیدنت جویسو شما ها رو جمع کنی بیاری داخل که حریف راه نفوذ نداشته باشه دست و میذاره رو زمین از آرنجش کمک میگیره و بلند میشه بلافاصله بعد از اینکه بلند میشه یه دونه های کیک رو هم میزنه اینجا کوبی فکر کرد میخواد به شکمش ضربه بزنه ثانیه است دیگه هزارم ثانیه بعد تصمیم بگیری این داره به کجا ضربه میزنه فکر کرد به شکم میخواد بزنه آورد پایین با خورد به کله همینم هم میتونست ناکاوت بکنه دوستان اصلا شوخی نداشت این اولین ضربه خورد به دستش بعد خورد به سرش با همین ضربه هم بود که کامل روزمان ناکاوت کرد ضربه بدجوری خورد جا اصلا یه لحظه پای کوبی کامینتون هم نگاه کنید میره پاشو نگاه کنید پای پایینش میره خطرناک بود در ادامه کوبی کاوینتون اومد این ضربه رو همیش به همین شکل بزنه به دیونت وارد دفاع رو نگاه کنید دو دست این دفاع کتابیه به این دفاع دیگه میگن دفاع کتابی واقعا کتابی دفاع کرد دو دست دوستانی که کیک باکس دارن و موتای کارن میدونن معنا چی میگن ضربه های کیک خیلی قوی رو با دو تا دست بعد دفاع, دفاع کنی و این کارو انجام میده و هیچ انگار نه انگار که ضربه داره میخوره فاصله اش هم که داره حفظ میکنه ببین شما به جسم ثابت ضربه نمیزنی با های کیک اینجا داری یه جسمی که داره حرکت میکنه به سمت عقب شما داری میدوی دنبالش رو میخوای های کیک بزنی ببین آسون نیست این های کیک زدن برای کوبی کاوینتون ببین همزمان داری میدوی به سمت در حریف و ضربه رو میزنی اونم می دو عقب بنابراین این طرف وقتی وای میستن بعضیا فقط کیسه میزنن همینطوری وای میزنن بعد میان تو مسابقه میبازن میان آقا ما خیلی خوب کیسه میزنیم کیسه ای که راه نمیره متوجه شبیه سازی که نیست شما تا وقتی که سپارینگ نکنین درست حسابی تا وقتی که تو رینگ نرین درست دار. نه کمی بریم فقط مثل فایت کنیم اصولا آدم فایتر نمیشه فایتر باید حتما تجربه فایت داشته باشه یه سری ریزی کاری ها رو بلد باشه و اینکه باید بدونی که کیسه و داستان ها هر چقدر محکم بزنیم میگی طرف بیا تو باشگاهمون یه جوری کیسه میزنه محکم کیسه پاره میشه اصلا خب همونو بیفته گیره فایتر میزنه دش. میره عقب چه خالی میده ضربه میزنه طرف که وای نستاده که مسابقات قدرت ضربه زدن که نیست که مسابقه رزمی همه اینا با هم هستش حالا لوکیک زدن های دوباره لیون ادوارد و آسیب دیدن های کوبی کاوینتون نگاه کنید پا رو ببینید ضربه که میخوره چجوری جوری پا میاره بالا زد درد میکنه پاش و این داستان چندین بار اتفاق میفته برای زیگرین چه میخواد بام کنه یه ضربه محکم اومد بهش لیون ادوارد بزنه که نخورد رد میشه اینجا به پای لیون ادواردز میرسه برای زیگرین میخواد اقدام بکنه ببینید الان تا خیلی میبینم میگم چ... چ... نمیزنه زمین دست لیون ادوارد نگاه کن چه جوری انداخته زیر گردنش و فشار هم داره میاره اجازه نمیده که زیرگیری رو انجام بده اینجا محکم نگر داشته اینجا حتی دست راستش رو میندازه زیر گردنه خوبی کاوینگتون ببین میندازه زیر گردن اینجا رو دقت کنید اینجا رو دقت کنید دست چپ لیون رو نگاه کنید دستششون گرفته بود کوب... کوب... کوبی کاوینگتون میبینید دستش رو گرفته بود دستش رو میاد آزاد میکنه دست چپش رو اون یکی دستش رو میگیره از زیر این وسط هم گردن کوبی کاوینگتونه و میخوام بهتون نشون بدم اینجا وسیله نیست یه وسیله ای باشه بهتون نشون بدم داستان چیه برای بچه که میخوام بدونن نیستش ببینید دست رو انداخته از این ور دستش رو بخواد فشار بده بیاره بالا که گردن و وسط نگه داره ببینید دست خودش از زیر میگیره گردن رو این وسط نگه داره اینجا گردن رو گرفته با دستش این دو تا دستش وسط هم گردن فشار زیادی رو داره اینجا کوبی کاوینتون تحمل میکنه گردن ناکن کجاست هم کله کجه هم به ستون فقرات داره فشار میاد هم راه تنفسی بسته میشه محکم خوبم گرفت خوب گرفته بود اینجا نبوغ خیلی عالی رو نشون میده کوبی کاوینتون با یه چرخش ببین کروکودیل ریورس خیلی سخته این یه کروکودیل ریورس رو میزنه با دست راست ببین میچرخه می 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 همین رو میچرخه و کلش رو خارج میکنه دوستان خیلی خطرناک این کارا خیلی خطرناک این کارا این فکر کن کلت گیره همونو میچرخی و این صورت خودتو خارج بکنی خیلی وقتا فایتر این کار میکنه خارج نمیشه اونی که خیلی محکم نگرشه ولی زیبا در میاره اینجا کوبی کابینتون و چوک نمیشه ادامه هم ضربه زدن های لیون ادواردز باز به پای کوبی کاوینتون آپرکات رو نگاه کن شما آپرکات کی میزنه رو دوستایی که حالا بوکسورن حرفه‌ای هم بپرسین آپرکات باید تا حدی بزنید انقدر تمرین بکنه که بخوره به فک دیگه بالاتر نره چون تو برگشت این ضربه که میره بالا تو برگشت حریف میتونه ضربه بزنه دست ناخن کجاست دعا میکنه سویچ کردن پای لیون ادوارد به محض اینکه متوجه میشه کوبی کاوینتون میخواد بره سمت راست همون رو پاشو سویچ میکنه میبینید پار سویچ میکنه که انقدر سویچ میکنه که اصلا عذاب میده کوبی کامیتون کوبی کامیتون تا میخواد هیمیکر بزنه ضربات محکم بزنه میره عقب میره عقب میره که اگه کرد بتونه دفاع بکنه خوبم دفاع میکنه آها اینجا رو ببین تا الان بسیار خوب دفاع کرد اینجا کوبی کامیتون دید زمین نمیخوره یه فن بسیار زیبا زد پای راست کوبی کامیتون رو نگاه کنید کمرگیری کرد الان خب بی... لیون ادواردز هم داره خوب دفاع میکنه پای راستش رو میذاره روی پای لیون ادواردز نگاه کنید پای راست رو میذاره روی پاش محکم فشار میده با کمرگیری اینجا میتونه بزنه زمین لیون رو ببینید واقعا قشنگ زد فنو این پایی که گذاشت روی پا خیلی جالب بود برای من ببین پا رو میذاره روی پا و فنو اجرا میکنه میارتش در خاک در خاک لیون باز کمک میگیره از فنس بلند میشه اینجا باز دستش رو نگاه کنید دست چپ رو فشار میاره که بندازه داخل و این کار رو انجام میده که بره چوک بکنه لیون ادوارز موفق نمیشه بخاطر اینکه کوبی کامینتون بلند میشه که تیک داون بکنه لیون ادوارز ولی نمیخورد زمین نگاه کنید هر کاری میکرد نمیخورد زمین و خوبم فرار کرد ها رو نگاه کنید اینجا چقدر بدجور کبود شده اینجا ضربه خوبی رو کوبی میزنه می به صورت لیونوار جز معدود دفعاتی که ضربه رو میخوابونه قشنگ مستقیم چون لیونوار قشنگ دستون رو یعنی جلوی هوک رو میگیره جلوی هایکیک رو میگیره جلوی اوورهندا رو میگیره ولی این ضربه رو قشنگ مستقیم زد به صورت لیون ادوارز دیگه پارو که می آورد دفاع می کرد. پارو پا سری می بالا چون ضربه بدجور خورده به پاش ببینید بوم ولی ضربه رو می خواب صدای ضربه رو و در خوب جواب داد اینجا کوبی کامیتون راندا که بالا می رفت کوبی کامینتون هم خوب داشت کار میکرد نه که بگیم مطلق خوبا همچنان لیونت وارز بهتر بود اما خب نفس خیلی خوبی داره کوبی کاوینتون و بهش میگن کاردیو ماشین دیگه مثلا مثلا کیم ولاسکیز بهش میگفتن کاردیو ماشین اینجا باز برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه از یه خم لیون ادواردز میبینید اینجا میخواد فن رو که بزنه موفق باز نمیشه پا رو ببینید چقدر داونه. باید خودش رو به زمین که لیون بیاره در خاک لیون این اجازه رو بهش نمیده حتی میزنه زیر کتفاش یه تابم میده که بیارتش خودش بیاد روش میبینید میره به پشت کوبی کاوینتون اینجا دیگه همه داشتن دست میزدن واسه لیون که تونسته بیاد پشت کوبی کاوینتون ولی اینجا کوبی کاوینتون باز نشون میداد که تو گرپلینگ تو پیچیدن به پروپاه حریف در خاک یه سر و گردن بالاست نگاه کنید لیون ادواردز بخواد بچرخه که بیاد پشت کوبی کاوینتون پای پای چپ کوبی کاوینتون رو این پا رو این پا رو میندازه پشت پای لیون ادواردز در خاک اینا رو ببین هزاران بار شما تمرین بد بکنی هزاران بار در باشگاه تمرین میکنی که حریف وقتی پشت داره میاد این ور چه فنی رو بزنی؟ به لحظه این نیست که اون لحظه هرچی پیش آید خوش آید. نه اینا تمرین شده همه پای چپش رو میندازه پشت پای لیون ادواردز و میچرخه لیون ادواردز رو میاره در خاک دوباره که به نظرم یکی از فرون بسیار زیبا بود یکی این یکی کروکودیلی که زد اونجا چرخید خیلی جالب تونست خودش رو خارج بکنه از نواحی خطر و پوزیشن برتر رو بگیره اینجا اومد پشت لیون ادواردز لیون ادواردز اینجا با ضربه‌ای که زد از پشت تونست برش گردونه و نشون داد که تو ترانزیشن ها در خاک لیون بسیار بسیار داره پیشرفت میکنه و یه جورایی عقص میپیشید به پروپای کوبی کامیتون در خاک با اینکه در واسط ایستاده خوب کار میکرد یه جایی خود این تلاش میکرد که زیر کوبی کامیتون رو بگیره راندا همینطوری میرفت بالاتر قیافه کوبی کابینتون. درب در داغون ضربه خورده ایشون قرار بود بیاد جنازه یه نمیدونم یون ادواردو بذاره رو زمین و ببرتش تو جهنم طبقه هفتم پدرش رو ببینه و لاب, لاب 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 این بره دستش پرچم آمریکاست این برش اون چیه مجسمه آزادیه چی این برش اصلا کل سیستمش آمریکا بود این همه چیش مثل اینکه که نماینده دولت آمریکا بود یه چیز جالب هم بهتون بگم ترامپ اومده بود کل آمریکایی هم اومده بودن یه نفر از آمریکایی ها برنده نشد اما آمریکایی ها باختن و تمام خارجی ها برنده شدن این به نظرم اتفاق خوبیه برای یو اف سی ببین نشون میده که این درست کمپانی آمریکاییه درست تو آمریکا برگزار میشه فایتر آمریکاییان رئیس جمهورشون اومده ولی دستکاری نمیکنن حداقل تو فایت هایی که به این صورت دستکاری نمیکنن مثلا فایت خیلی نزدیک ممکنه وقتی یه اتفاق بیفته ولی نگاه کنید به راحتی برگزار میکنن هم همه به هم به صورت مساوی حالا برای هر جایی هستن برای هر کشوری هستن تبعیض قائل نمیشن و به نظرم برگزاریش برای همین جز بهتریناس در ورزش در کل ورزش های دنیا اینجا میخواد برای زیرگیری باز اقدام بکنه مچ پارو داره با اون دستش میخواد بره بندازه پشت زانوی لیون ادواردز چقدر قشنگ پا رو میاره بالا سایتیه فگه بود که اینجا چجوری میکوبید زمین اینجا چیکار میکنه کوبی کارمنتون بسیار خوب کار میکنه تو راند پنجم هم هستیم بسیار زیبا کار میکنه وقتی شما پای حریف رو میگیری میاری بالا اینجوری هم نگه داشتی ببین یه دستم انداخته زیر زانو یه دست زیر زانو یه دست رو مش اینجا دیگه لیون وارد نمیتونه دستشو بندازه پا رو خارج کنه به هیچ وجه نمیتونه کاری که میکنه چیه حواسش بعد به این پای کوبی کاوینتون باشه پای چپ کوبی کاوینتون که میخواد درو کنه کوبی کامی وقتی شما پا رو میاری بالا قطعا حریف لیله میره نگاه کنید میبینید به حالتی که لیله میره دیگه چون حالتی که پا پاره هی... لیارت لیله رفتن لیله لیله, لیله، که بتونی تعادل تو حفظ کنی حریف هم میاد خودش رو تنظیم میکنه که اینجا که پارو آوردی بالا درو کنه تا میاری بالا درو کنه کشیگیر خوب اینجا کوبی کامی دقیقا همین کارو میخواد بکنه میخواد که درو بکنه لیونواز پاشو میره بالاتر که ترو نشه ولی دیگه انقدر میاد بالا که تعادلش به هم میخوره از بالا میکوبتش بوم زمین کوبی کاوینو که صحنه خیلی جالبی بود یه نکته دیگه هم اینجا بهتون میگم اگه سایتیف بود اینجا میدونی چیکار میکرد سایتیف این داستان برای زیاد پیش اومده کشیگیر برتر تاریخ این پای لیون ادواردز که اینجا قرار داره رو اینجا میذاش پاشو پاشو میذاش اینجا فلش نگاه کنید پاش بجایی که اینجا باشه سایتیف پاشو میذاش اینجا 180 واز میکرد یه پاش اینجا بود یه پاش اینجا حریف یه جو... اصلا باش یه جوری فاصله داشت انگار دو مترون ورتر بود رو میخواست بیاره پایین با 180 میمد پایین نابغه ای بود توه گشتی ولی خب ما که نمیتونن مندازی اون باشن اومد درو بکنه نت... اه... نتونست اما خب تعادل ریونت واز به هم خورد آوردش در خاک در خاک کنترلش کرد اینجا راند پنجمه همه تماشاگران هم دارن دیگه جیغ و میکنن که دیگه کوبی کاوینتون اومده در خاک دیگه میتونه کارو تموم بکنه لیون وارز ولی دوستان خیلی خوب دفاع میکرد دفاعشو بسیار خوب انجام میداد حتی نگاه کنید اینجا خیلی از فایترها تو همین چند سال اخیر از این فن ضربه خوردن و باختن الان دیگه کم میخورن انقدر فایت جالب شده هر چقدر رو به جلوتر میره پیشرفته تر میشه ادوانس میشه فنون یه جوری میشه که دیگه شما هر فنی رو نمیتونی به هر کسی بزنی داغستانی چیکار میکردن اونا اومدن اصلا این کارو باب کردن این پا رو مینداختن داخل این پای خودشون رو مینداختن داخل پای حریف قلاب میکردن یواش یواش دیگه میبدن تو حریف الان دیگه اجازه نمیدن این پا اصلا وارد بشه ببین پا تا میخواد وارد بشه پاش ناکن میذاره این ور پایلی تا این پاش میخواد بندازه داخل پا رو میندازه این بر. و نشون میده خود. در خاک واقعا خوب شده اینجا میاد خوده لیون ادواردز به کوبت زمین باز یه نبوغ دیگه از کوبی کاوینتون رو میبینیم در گرپلینگ و تیک دیفنس که بسیار زیبا بود کمرگیری کرده پشت کوبی هم هست جای بهتری هست میخواد حریف رو بگیره به زمین اپ پشت الان همه چی میبینی که آماده است برای کو... لیون ادواردز آماده است که بکوبه داره هم میکوبه ثانیه آخر پای راست کوبی کاوینتون رو نکنید این پا رو چجوری میاد میندازه پشت زانوه لیون به محض اینکه شما این پا رو بندازی پشت زانو حریفت که میخواد به کوبت زمین یه حالت اهرم میشه پاد. همونو میزنه زیر زانو حریفت و تعادل حریفت هم به هم میزن نگاه کنید میبینید تعادل لیون رو چقدر قشنگ به هم میریزه و ورق رو اینجا بر میگردونه تو یک صدم ثانیه اجرا میشه شما باید تو یک صدام ثانیه اجرا میشه چقدر قشنگ و سریع بینید سرعت خیلی بالاست ولی قشنگ ورق و بر در ادامه لیون ادواردز استفاده میکنه از زورش میاد پشت حریف اینجا پارم حتی در سگک قلاب میکنه کوبی کاپینتون میاره در خاک میره پشتش دیگه همه فکر کردن اینجا ریال نکت شوک میخواد بکنه ولی شما نگاه کنید چهره فردی که میخواد نابود بکنه لیون ادواردز چه جوری شده در خاکم مسلط روش اینجا اومد بچرخه که چوکش بکنه دید نمیتونه اومد بچرخه بیاد در تاپ مانت کوبی کامینگتون قشنگ چرخید خودش آورد پایین و اینجا خارج کرد خودش از تاپ مانت بسیار زیبا کوبی کامینگتون خارج کرد اینجا اومد تراینگل بزنه به کوبی کامینگتون باز دوباره چرخید کوبی کامینگتون خودش رو خارج کرد اینجا خیلی جالبه کوبی کامینگتون دو دقیقه مونده به پایان کل مبارزه اومد روی لیونت وارد تمام گزارشگرا اینجا حتی اومد کروسفیکس رو جمع جو کنه که امیر علی اکبری میزنه ببین اومد کروسفیکس رو دقیقا به همون سبک قدیم کروسفیکس رو میبندن رو میذاشتن این ورینی پا رو میذاشتن بین دو تا پا الان دیگه اینجوری میذارن خیلی هم بهتره کروسفیکس رو جمع جو کرد اینجا اومد زربه رو بزنه لیون بهش اجازه نمیداد اما اینجا همه گزارشگرا میگفتن چون گزارشگرام هم همه آمریکایی هن. واقعا این برای لیون بد نیست که کوبی کاوینتون اومده روش و این برای چهره قهرمان خیلی زشته که قهرمان زیره و کوبی کاوینتون روه چندین بار اینو جوراگن هم گفتم من اصلا بعید چرا یه آدمی ای که اینقدر فنیه یه آدمی ای که این همه سال سابقه داره تو گزارش تو تحلیل چرا باید یه همچین حرفی بزنه اولا فایت یه راند نیست فقط هم قرار نیست راند پنجم و قاضی ها رای بدن شما ممکنه چهار تا راند بزنید پنجم کتک بخوری این که برای قهرمان بده که رویتون مگه هم ثانی آخر هم یادشون میفته کل فایت هستش تا آخر هم کوبی کاوینتون تونست نگه داره ریون ادواردو در این ناحیه و ضربات خوبی رم زد به سر و صورت ببینید هامر پانچای زیبایی میزد به سر و صورت ریون ادواردو و اینجا هم تونست چند تا امتیاز بگیره یعنی بهترین کاری که کرد تو همین دو دقیقه آخر بود که تونست کنترل بکنه لیونت ادواردو و چند تا ضربه به سر ریون بزنه جالبیش این بود تا سوت پایانو زدن یه جوری پا شد کوبی کاوینتون خوشحال که انگار تیتاب دادم بش اصلا من موندم انگار پیروز مبارزه ایشونه اصلا تمام مبارزه دست لیون ادوارز بود تمام مبارزه این صحنه آخر اومد کنترل کرد و به نظرم بسیار خوب کار کرد لیون ادوارز کوبی کامینتون هم تو اون ریزکاری ها بسیار قشنگ کار کرد واقعا اون چند تا حرکتش در سطح کلاس بسیار بالایی بود اون چرخشی که کرد کروکودیل ریورسی که کرد خارج شد کلش رو خارج کرد و اون چند تا دیفنسی که انجام داد بی نظیر بود به نظرم و این خوشحالیاش برای عجیب غریب بود برای من مطمئن بود که دستش به عنوان پیروز گویا بالا میره تا اینکه رسید به اول صحنه رو نکن اینجا صحنه رو داشت نشون میداد اینجا رو دست و بسته بودا که بهتون گفتم ببینید این دست زیر گردنشه این با این دستم خودشو قفل کرده داره قشنگ له میکنه گردن کوبی کاوینتون رو زیبا خارج میشه نگاه کنید وای واقعا دل و جرأت میخواد این فن رو زدن رو. و دست راست میپیچه و خودش رو خارج میکنه چون کلت دیگه اون وسط و ضربات معنیداری که مستقیم به فک کوبی کاوینتون میزد لیون ادوارز و داورا اومدن با رأی متحد با رأی متحد و قاطع لیون ادواردز رو پیروز مبارزه کردن و کمربند رو از آن خودش کرد و تمام دهنا رو بست جورگن اومد باش مبارزه کرد و از نظر روحی و احساسی چجوری بگو بابا من یکی از سختترین مبارزه همو داشتم این آدم به من توهین کرد پدرم من پدرم و کسی که از دست دادم تو 13 سالگی کشته شده تمسخر گرفت برای اینکه نمایش شب بخواد نمایش خوبی برای خودش داشته باشه اومد از این استفاده کرد این حرفا رو زد و من اینو قشنگ تو جمعیت گفت گفت من اومدم بعد از اون کنفرانس نشستم و پشت گریه کردم گفت همینطوری داشتم هم گریه میکردم با مادرم صحبت کردم که ذره آروم شدم تونست من آروم بکنه حتی جروگن و دانیل کورمیر قبل از مبارزه داشتن میگفتن که لیون چه چجوری شب قبل خوابیده از نظر روحی چجوری بوده این مسئله خیلی مهمه ممکنه انقدر رو دست بذاره شب قبل اصلا خوابت نبره بیای مبارزه کنی نشون داد که لیون ادوارز حتی در مواقعی که فایت خیلی سخت داره نظر روحی هم فشار روشه میتونه حریفاشو شکست بده و این کارو انجام داد به نحو اصلا بسیار زیبا انجام داد و پیروز مبارزه شد به نظرم خیلی باید تبریک بهش بگیم این همه طرفدار از آمریکا اومده بودن دونالد ترامپ اومده بود فکر رئیس جمهور یه جای اومده ازش حمایت بکنه رئیس جمهور سابق که حالا قرار در آینده همین مثل که بشه و بعد با کوبی کامینتون که مسابقه کردن دوستان فقط دقت کنید این خیلی معنی داره اینجا خداییش همه طرفدارش بودن همه تشویقش میکردن تو آمریکا بود تو کشورش این همه گنده تر از ذهن شرف سد دیگه اینو من نمیگم که خود تماشاگرها ببینید چیکار کردن خود تماشاگرای آمریکایی به محض اینکه اومدن مصاحبه بکنن با کوبیکا تا شما نگاه کنید شما قضاوت کنید into همه دارن هوش میکنن اینو که دیگه من نمیگم که خود تماشاگرها تمام ورزشگاهاشون هوش میکردن بابا یه نفر میاد این همه چرت و میگه این همه حرفا رو میزنه بعد میاد این نمایش رو داره اصلا نمایشی نشون نداد کوبی کامینتون از قبلا ما البته پیش بینی کردیم گفتیم آقا اگر کسی بخواد ببره لیون ادواردز چون روزمان که بهتر از ایشونه از هر لحاظ ولی نظر روانی واقعا فشار زیادی گذاشت روی لیون ادواردز و میگم خیلی صحبتش بد بود که قبل از مبارزه مزد خواهیم نکرد سرم صحبتی که گفته این آدم بالاخره آدمی بودی که خیلی خانواده رو بدبخت کرد آقا تو از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی این خانواده رو بدبخت کرده؟ گفتن یه نفر پدرش در اثر شلیک دو مثلا گانگستر ها تو مثلا تو انگلیس مردن کشته شدن حالا اینکه یه ای طرف چه خانواده مگه تو رفتی به خانواده صحبت کردی حالا از اینا این, این بیرون اینجا باز باش مصاحبه میکنه نظر فنی میگن آقا فایتو چجوری ویدیو فلان اینو باز دوباره نگاه کن چی میگه باز شروع کرد دونالد ترامپ تو آخرین فردی هستی که میتونی آمریکا رو نجات بدی تو آمریکا رو برگردون به بج... نمیدونم میک امریکا گریت اگین ما دوباره آمریکا رو برگردون اون داستان گریت اگین بزرگی همین ما خیلی از دوستان نوشتن که آمریکا کی بزرگ بوده من یه ذره تون صحبت میکنم ببینید داستان اینه که هی میگه دانالد ترامپ بیاد آمریکا رو دوباره آمریکا رو من. آمریکا رو دوباره بزرگ کنه به اون دوران اوجش برگردونه همهشون اینو میگن چندین سال آمریکا داره میگه آقا ما اینا نوشتیم که یه سری نوشتن سال 2000, 2000, 2000. سری 2010 سری زمانی که به عراق هم جنگ جهانی دوم یه سری من نمیدونم واقعا اختلاف بین علما در کامنتها خیلی زیاد بود یه زمانی که نمیدونم زبان اول شد زبانی که دلار شد اول من نمیدونم چه زمانی اوج بوده چه زمانی پایین ترینش اگه الان پایین ترینش چجوری میتونه برگردن به اوج من نمیدونم ولی همش داشت در مورد سیاست و دونالد ترامپ صحبت میکرد آقا فنی داره ازت سوال میپرسه میک امریکا فرست اگین امریکا رو دوباره برگردن به تنها کسی که میتونه این کارو کنه دونالد ترامپ تنها کسی که میتونه این کار رو بکنه دونالد ترامپ به سال 2024 تو انتخابات دیگه بابا دستمالم تا یه حد دیگه با پاچه پا خاری چرا میگی پاچه خاری چرا میگی بابا شبکه سیاست که نیست فایت ببینیم بعدم این همه فایتر همه امریکایی هم. چرا اونا اینجوری نمی کنن یه نفر میدونی دونالد ترامپ خیلی خوشحال بود به نظر من که این داره فایت میکنه هدف این بود که این فقط یه میدونی تیری برای تبلیغات اینم باشه خب اگه میبرد خیلی بهتر بود ولی این تا میتونست اومد از این تریبون استفاده کرد برای تریبون بزرگ یو سی در دنیا که دونالد ترامپ دوباره بولد کنه و چه کسی بهتر از کوبی کاوینتون این کار انجام داد اگه ایران بود میشد وزیر ورزش اگه این میشد رئیس جمهور <تصفح> ولی خب حالا در صورت بی تأثیر هم نیست برای کوبی کاوینتون میتونه سری مزایا داشته باشه نگین نه بالاخره میشه و این مبارزه مبارزه به این صورت شد آقا ببینید چقدر برنامه طولانی داره میشه اولا برام بنویسید که من آنالیزا رو وقتی به این صورت میگم همینجوری بگم که تمام فایتر رو با هم آنالیز کنم یا جدا جدا آنالیز کنم برم بالا یا همینجوری به صورت که الان دارم میکنم فایت رو میرم جلو چون برنامه خیلی طولانی ممکنه بشه خب بیشترین کسی که الان ام بیشتر ببین بدون باخت یعنی تعداد بدون باخت بودن فایترها رو داریم مشاهده میکنیم عدداشو بلال محمد ده تا مبارزه بدون باخته آنکالایف یازده تا مبارزه بدون باخته ازلام مخاچف سیزده تا مبارزه بدون باخته لیون ادوارد سیزده تا مبارزه بدون باخته یعنی رنک دو رو داره مشترکم با ازلام مخاچف و رنگ یک جانی بونز جونز با 19 تا پیروزی 19 تا ببخشید بدون باخت بودن پشت سر هم اینم هم یه آمار وسط داستان بتون بدیم در مورد رنکینگ ویلتر ویت هم که لیون ادواردز رنک یکو داره کامر روزمان رنک دومو دو داره بلال محمد رنک سومو داره رنک چهارمو ببخشید رنک محمد تا الان اشتباه گفتم رنک قهرمان لیون ادواردز رنک یک نمیشه رنک... ما همیشه میگیم رنک یک, یک نه نه. چمپیون. یعنی رن... نفر بهترین قهرمان الان لیون ادواردز در ویلتر ویت رنگ یک که چسبیده بهش کام روزمان دو بلال محمد سه کوبی کاوینتون همین دوستمون که الان دیدیم انقدر خوشم نمیاد ازش آقا خوشم نمیاد از این کوبی کاوینتون حال نمیاد این چه حرفای چرت و پرتی که زد حال نکردم حالا کارای فنیشو حال کردم داشت فنی که میزد قشنگ بود خوش حال نمیکنم رنک سه رنک 4 گیلبرت برنز پنجم شوکت رحمانوف شب. به نظرم داره قشنگ میشه ولتر این درسته که میک آمریکا گریت اگین نکرد ولی میک ولتر ویت گریت اگین داره میکندش خدایش داره ولتر جالب میشه شوکت رحمانوفم چه بازی بشه این شوکت بیاد مثلا مبارزه کنه با کامروسمان با بلال محمد با خود همین کوبی کاوینگتون با گیلبرت برنز با لیون ادوارد فایت جالبی میشه جالب اصلا هر کدوم از اینا با هم فایت کنن فایتای بسیار جالبی میشه و خیلی جالبه که نگاه میکنید پرچم مختلف بغل هم قرار گرفتن پرچم فلسطین توی رنگ دوه در ویلتر ویت یه افتخار بزرگی برها دیگه توی رنگ دو بودن تو بالاترین سطح رزمی آها اتفاق دیگه که افتاد آقا این خیلی جالبه براتون بگم شان ستریکلند قهرمان میدل ویت وایستاده بود اینجا دوربین که اومد خب از بالا تو مانیتور رو میتونی شما ببینی تو ورزشگاه که هستی مانیتور خیلی گنده داره همه طرف داره خودش رو میبینه که اونجا دوپلسی سی داره دیپلسی سی بهش میگه که آقا بیا بیا دوپلسی میگه بیا بیا فایت کن بیا ما از اون بالا داره میبینه اینا نمیگه میگه بیا, بیا 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 با تیر میزنه اصلا انگار میخواد فایت بکنه با هم. اینجا شان استریکن به بچه گیلبرت برنز میگه که عمو جان اونور بشین خود گیلبرت برنز هم اینجاست تا میره اونور میپره رو کله دوپلسیس ببین شروع میکنه به ضربه زدن یه درگیری اینجا به وجود میاد ضربات پی میزنه به دوپلسیس و میدونی که اینا باید با هم مبارزه بکنن یعنی فایت بعدی UFC اف سی 297 اینا از اولین فایت در سال 2024 رو اینا بعد انجام بدن ضربات محکمی رو میزن و همه میان جداش میکنن اما نکته جالب اینه بچه ها برام بنویسید اینا به نظر من این هماهنگ شده بود تمام نوشتن درگیری شدید این دوتا به نظر من هماهنگ شده بود چرا بهتون میگم اولا دیش که اینا با هم درگیر بشن خب مبارزهشون خیلی میره بالا خیلی حرف و سخن میاد توش که آقا او دیگه چه فایتی قراره ببینیم و فلان اینا هم این همه مدت بغلم هم نشسته بودن چرا موقعی که فایت لیونت وارز این داستانو بخواد بشه شروع کنن جنگ و دعوا نه پنتوجا این داستانا بخوام فایت بکنن کارت دو... 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 دو داره میره به بالاتر چرا این دوتا این رو هم دیگه باید بشینن هماهنگ هم هم بوده حالا چرا اینجا که میگه برو کنار میپره ضربه رو بزنه شما تو دعوا دو... وقتی میری ضربه بزنی اینجا ببین شما میتونی بزنی به کله حریف خب تمام ضرباتش ببینید به کجا میزنه ما که داریم آنالیز میکنیم دیگه اینا رو هم ریز میبینیم دیگه ببین رو میره بالا ضربه کجا به به کولش میزنه نگاه کنید دوباره میره بالا میزنه به کولش نگاه کنید میتونه بزنه به کلش از همین جارنج جا هم میتونه بزنه میزنه به کول cool. دوباره نکنید میاره بالا میزنه ب... اصلا مش شما اینجوری میزنی دستش نگاه کن حتی اینجا که داره میخوره به سرش دستش صاف میکنه دستش اینجوری میکنه نگاه کن دستش رو ببینید صاف میکنه میاره اینجا یا حالتی که آرنج زده در که داره روی سرش میماله نگاه کنید اصلا نه آرنجی نه ضربه ای اینجا هم با ضربه رو که میخواد بزنه مستقیم با مش نمیزنه به سرش آرنج داره نشون میده ولی آرنج محکم نمیزنه اینو برای من نش... شما بگین نظرتون به نظر من هماهنگ شده بود یعنی اینا یه درگیری بسیار طبیعی رو با هم نمایش بدن حالا خیلی هم میگن وای نه این واقعی داره میزنه آقا اولا در جریان باشین دو تا فایترن آدم عادی تو خیابون نیستن که کارشون فایت یعنی بهترین بدلکارای هالیوود هم به اندازه اینا نمیتونن نمایش اینجوری بازی بکنن بهترین بدلکار هالیوود نمیتونه اینجوری کتک بزنه یه نفر علکی اول اینو ضربه که میخورن ضربات محکم بازشون که زیاد داستان وحشت نکنی ضربه به فک و ایناست محکم میتونه هم با آرین ضربه بزنه به سرش اینجا هم میتونه با مش بزنه نزد اون یکی که اصلا ضربه نزد نگاه کنه ضربات اینجا داره به پشت باز دوباره اینجا به پشت نگاه کنه آخه این این مشت, این مشت به اینجا طبیعیه بعد خنده های خیلی ها این قیافه تعجب این بلال محمد فایتره دیگه که دارن ریلکس نگاه میکنن این که داره میخنده بغلیش که این خانومه داره میخنده نمیدونم خیلی ها الکساندر ولکانوفسکی با خنده نمیدونم بعد میاد اینور با چا... چاکل. خود این هم قیافش یه جوریه اصلا یه دوپلسیس هم نکنه یه جوری اینجا میتونه ضربه بزنه ولی نمیزنه وای جوری جداش کنن نظر من اینه این نمایشی بود نمایشی خیلی زیبا خیلی جذاب نمایشی نه خیلی دقیق و جالب خیلی از فایترها که اصلا میخندیدن اینجا اینجا میاد با چاکلیده رو می میکنه خیلی جالبه پلیس هم اومد بریزه بیاد اونجا چند نفر اینجوری کردن بهش پلیس هم وایستدن عقب تره یعنی نیمدن اون لحظه پلیس هم بیان وسط و رفتن جاش رو عوض کردن خود کامنتیتر هم دانیل کورمیر رو جورگن و اینا هم همه داشتن میخندیدن بلا فاصله یعنی شات از اینجا که اومد اومد اینا اینا داشتن میخندیدن شما نظرتون بنویسید به نظر من نمایشی بود این داستان از قبل هماهنگ شده بود منم لحظه تشویق باز دونالد ترامپ رو را کنید تا می دوربین روش تشویق سنگینش میکنن خب تازه اولین مبارزه بود این همه برنامه طول کشید خب مبارزه بعدی اینو براتون میگم چون خیلی کوتاهه جاشمت مبارزه کرد با میشل این مبارزه ای بود که خیلی کلکل داشتن با هم و مبارزه آغاز شد دوستان راند اول یکی از سنگین ترین هایی که من تا به حال دیدم و خود گزارش کرده اونا هم گفتن همین ضربه بود ببین چپو نشون میده دیگه با آخرین قدرت اوورهند میزنه اوورهند رو نگاه کنید بوم. وای وای یعنی یه جوری ستون این بدبخت رو خراب میکنه بعد اومد تو, خ... تو خاک تو زمین میلرزید میشه اینجوری 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 میلرزید و خیلی از گزارشگرای یو اف سی میگفتن بابا این بنده خدا که اینجوری شده چرا نمیذارید نمی بشینه چرا چیزی میدید وایسه همینطوری گزارش بودن وایسه حرف میزد میرفت با اون خوشابش میکرد اینا خب گیجه دیگه حالیش نیست ممکن خیلی کارا بکنه افرادی که برگزار کنندن بعد میذاشتن بشینه با این ضربه ای که خورد نگاه کنید مشتو با صورت رو ببین با آخرین قدرت ضربه رو میزنه به صورت میشل و بعد جور ناکاوت میکنه همین یه ضربه خوبی که زد رانده که همین هزار دلار بهش دادن فقط به خاطر نمایش زیبا کلا هم مردم همه حال میکنن تو کارت های پایین تر قبل از مین ایونت زودتر ناکاوت کنی تمومش برون بالا رو ببینن ببین دونالد ترامپ اون کن چه جوری نگاه میکنه اینجا ضربه رو به محض اینکه میخوره دیگه هیچ یادش نمیاد دیگه این چی یادش نمیاد یه لرزش هم بعدش میکنه ضربه رو خیلی محکم زد نگاه کنید صحنه رو فای فای اصلا سرعت رو ببین بعضی می نویسن آقا چرا جو میدی هزارم ثانیه کجا مشت هزارم ثانیه است این چقدر نگاه کنید ضربه رو سرعت بالای مشت درجان ها و دیگه بعدش هم ضربه نزد خیلی جالب بود اون خواستم بتون نشون بدم بریم مبارزه پدی the بعدی پیمپلت در مقابل تونی فرگوسن رو براتون صحبت بکنیم خب شش تا پیروزی بدون باخت پشت سر هم داره و قهرمان سابق کیج واریور بوده پدی پیمپلت کمربند مشکی برزیلیان جوجیتسو هم داشت کلی هم به هر حرف و سخن بود سر این مبارزش دور دورم نگاه کنید شان استریکلند داره ریز مبارزه رو نگاه میکنه خیلی همون شروع کرده بود ترش تاک ها قبل از این مبارزه و میدونید دیگه با همون دوپلسیس شروع کرده بود صحبت کردن که دوپلسیس بهش موقع تو شانسی بردی و میگفت من شانسی بردم <تصفح> منظورش چیز بود مبارزش با اسرائیل این اینم شروع کرد این کوبی کاوینتون به همه گیر دادن ولی خب لایت تر نه اونجوری وحشتناک مثل اون ولی خب اینم تو ترش تاک خوبه پدی پیمپلت موهاش هم این بار بسته بود خیلی شان استریکلند اینه که اینجا وایساده میگه آقا دنا با چی شده تو این اینو برمیداری پدی پیمپلت میاری اون یارو شان و ملی رو میاری که شبیه دلغکا میمونه یه چند تا مرد بیار توی اف سی باش چیکار با چی کار دنبوید دنبوید هم واقع سوال دیگه ای نداری <تصحنت> خب این مبارزه مبارزه ای بود که بین پدی پیملت و این شخصی که همتون میشناسینش خیلی هم دوستش دارین تونی فرگوسن قرار بود برگزار بشه تونی فرگوسن این بار مربیش رو خب میدونید چند تا مربی دیگه آورده بود اینم دیوید گاگینگز آورده بود که خب میدونید یکی از بهترین های تاریخه اصلا رکورد گینس داره در دوهای ماراتون در تمریناتی که برای کاردیو خیلی وحشتناکی ازش استفاده میکنن تو ورزش مختلف آدمایی که صحبت‌های های موتیویشنال میکنه و بالاخره آدم بسیار معروف و بزرگی در امریکا و در جهان شده بود مربی تونی فرگوسن در صورتی که به نظر من اصلا تونی فرگوسن نیازی به این آدم نداشت از نظر مغزی باید میرفت پیش روانشناس و روانپزشک به نظر بدنی هم اصلا نفسش ایراد نداره تونی فرگوسن نفسش خیلی قوی هم داره و تونی فرگوسن اومده بود که به یه حالت دیگه ای فایت بکنه گفته بود من ریژن جدیدمه 11 سالم بزرگتر از پدی پیمپلت بود و میبینی که دست و پای بلندتریم داره نسبت به پدی پیمپلت پدی پیمپلت که اهل لیورپول 20 تا پیروزی داره 3 تا باخت از این برم تونی فرگوسن 26 تا پیروزی 9 تا باخت که این 9 تا باختش 6 تا باختش پشت سر همه قبل از این 6 تا اصلا جز قولی بود واسه خودش آنتونی پیدیزوی شکست داده بود دانات سرونیو شکست داده بود بزرگانی رو برده بود آدم عادی نیست تونی فرگوسن مبارزه آغاز شد تونی فرگوسن رو به جلو یعنی تمام این چی میگن دنده عقبش خراب بود و رو به جلو میومد اومد پدی پیمبلت هم اینو داشت میسنجید ضربه می میسنجید رو به عقب می تا اینکه اینجا یه سایت کیک اومد بزنه یه ضربه رو خوابون به صورت تونی فرگوسن اینجا اول مبارزه است یه هایکیک هم زد تونی فرگوسن دفاع کرد همینطوری که فایت جلوتر میرفت ترس پدی پیمپلت میریخت و بیشتر شروع میکرد به حمله کردن و ضربه زدن به تونی فرگوسن لوکیکو ناکنید چه لوکی که محکمی رو میزنه به تونی فرگوسن تونی فرگوسن به محض اینکه لوکی میخوره همون رو میچرخه که بتونه آرنج بزنه یا بکفیس بزنه اینا دیگه تو بدنش افتاده تو بدن تونی فرگوسن نکته جالب اینجا بود که من یهو تعجب کردم پدی پیمپلت اینجا لوکیکو زد به تونی فرگوسن تعادلش به هم خورد افتاد زمین به سرعت پا اینجوری نگاه کرد به تونی فرگوسن و تونی فرگوسن هم رپلر خوبیه دیگه به سرعت پا شد تونی فرگوسن اصلا تلاش نکرد بره در خاک بگیرتش اینا همه به من داره اطلاعات میده به خود فایتر هم داره میده یعنی چی یعنی که تونی فرگوسن علاقی نداره در خاک با هم مبارزه کنه پس من گرپلر بهتری میتونم باشم مبارزه ادامه پیدا میکنه در ایستاده چند تا میت سیکشن کیک میزنه پدی فرارم میکرد اینجا پدی پیمبلت شروع کرد به زیرگیری شروع کرد به زیرگیری دید تونی فرگوسن چه خیمه ای زده و داره دفاع میکنه و اصلا نمیخواد زیرو بده و اصلا نمیخواد در خاک باشه این یعنی که آقا ما متوجهیم که پدی پیمبلت برزیلین جوجیتسوش بهتر از تونی فرگوسن حالا در حال حاضر ممکنه تونی فرگوسن قبلا بهتر بوده باشه در حال حاضر 11 جوان تره راند یک چه کرد با تونی فرگوسن دوستان اینجا صحنه شما بتونشون بدم همه اینا که با هم دیدیم قبل از این صحنه بود شروع کرد پدی پیملت ترسش ریخ اومد چپ راست شروع کرد ضربه زدن به تونی فرگوسن ببین این مشتی که پدی پیملت داره میزنه این مشت راستی که مستقیم میخوابونه به صورت تونی فرگوسن اصلا ناکنی صورت چیکار میکنه میپیچ میپاچه به هم صورت رو میترکونه میتونه بکنه خیلی را. و هر کی میزد این میشد این کلاش آهنه ضربه رو میخوره گیجم میشد ولی پشت هم شروع کرد ضربه زدن راند یک چندین تا ضربه پشت سر هم پدی پیمرت زد به سر صورت تونی فرگوسن تونی فرگوسن رو به عقب فرار همون هم یه فلاینی چاشنی کارش کرد به شکمش زد و یه مشت محکم دیگه به صورتش زد و انداختش تونی فرگوسن رو داون کرد نگاه کنید اینجا فلاینی رو زد بوم یه دونه مشتم تو صورت دوباره و ناک کرد تونی فرگوسن خیلی بدجور زد قیافه تونی فرگوسن نگاه کنید ضربات پیاپی و تونی فرگوسن تونست برگرده اینجا تو خاک یه اشتباه بزرگی کرد پدی پیملت اینجا که داشت ضربه میزد به صورت تونی فرگوسن اگر ادامه میداد به همین ضربه زدن کار تونی فرگوسن رو تموم کرده ولی رفت که ساب میشن کنه همون رفت که ساب میشن کنه ریکاور شد تونی فرگوسن هم مبارزه رسید به راند دو راند دو تونی فرگوسن دوید دوباره دوید باز لوکی و ضربات از هدی پیمبلت و شروع کرد مشت زدن ببین مشتای بیمهابا به سر و صورت تونی فرگوسن میزد تونی فرگوسن هم فرار میکرد تونی فرگوسن هم ف... ضربه بزنه ضرباتش میدونید که معمولا تو نزدیک ضربه که میزنه آرنج های خیلی خوبی میزنه آرنج خیلی قشنگی میزنه تونی فرگوسن ولی فاصله رو شما نگاه کن این کجاست آرنج کجاست این کجاست خیلی فاصله زیادی بود اینجا اومد های بزنه تونی فرگوسن تعادلش به هم خورد حالا ببین ما اول برنامه دیدیم دیگه اول برنامه پدی پیمبلت و تونی فرگوسن پدی پیمبلت یه لوکیک زد به تونی فرگوسن تعادلش به هم ریخت تونی فرگوسن اصلا نرفت سمتش در خوی. اینجا تونی فرگوسن خورد زمین من گفتم اگه پدی پیمبلت بپره روش یعنی اینا پرنش یعنی که در خاک ادامه بدن با تونی فرگوسن تا خورد زمین پدی پیمبلت نشست همونو همونو نشستون شروع کرد به ضربه زدن تونی فرگوسن اومد با آرنجی که در سر میزنه تو خاک کنترل بکنه چندین تا ضربه خوبم تونست به سر صورتش در خاک بزنه پدی پیملت هم محکم در خاک گرامدن های به سر صورت تونی فرگوسن ضربه میزد تونی فرگوسن هم چرخش های خوبی میکرد که خودش خارج بکنه تو استکگارد می آوردش پدی پیملت که ضربه بزنه ببین چه قشنگ زانو رو جمع میکنه خودش مثل لاک پشت میکرد که ضربه نخوره این خونایی هم که میبینید هم از سر و صورت تونی فرگوسن اومده هم از سر و صورت پدی پیمپلت خیلی قشنگ کنترلش میکرد در خاک تونی فرگوسن اجازه نمیداد که بتونه بزنه تموم بکنه تونی فرگوسن اما خب تمام امتیازها رو میگرفت پدی پیمپلت دیگه چون کنترل کرده و اینم قولی که داده بود تونی فرگوسن قول داده بود آقا من صورت پدی پیمپلت رو خونی میکنم یه کچاپ تحویلتون میدم کچاپ برم تحویل داد اینو, اینو واقعا آقا عمل کرد نگاه کنید؟ خونی کرد راند سه نکته اینجاست راند سه آغاز شد پدی پیمبلت دوستان نفسش رفته بود تونی فرگوسن تازه موتورش روشن شده بود با اینکه 11 سال پیرتره دستم که اصلا تونی فرگوسن نمیداد رو به جلو بود چندین تا مش دوباره پدی پیمبلت میزنه به سر و صورت تونی فرگوسن و نگاه کنید توی نبردای تن به تن اون کسی که پیروز بود پدی پیمبلت بود تعادل تونی فرگوسن رو به محض اینکه به هم میزد میخواست بره که بیفته روش اینجا برای زیرگیرم باید اقدام بکنه موفق نمیشه اما میاد خودش رو میاره در خاک اینجا تونی فرگوسن تیک امتیاز تک داونی نمیگیره دوستان ببینید این امتیاز تک داونی برای تونی فرگوسن نیست در اصل جوجیتسو کاره پدی پیمدت میگیره حریف و میاره به خودش در خاک که بیاد در خاک ادامه پیدا کنه یعنی دوران واقعا ورق برگشته یه زمانی ببخش من آب بخورم یه زمانی همه دوست داشتن در ایستاده ادامه بدن مبارزه رو تونی فرگوسن رو در خاک نیورن این آوردش در خاک این تونی فرگوسن به کجا رسیده آوردش در خاک و تونی فرگوسن این به کجا رسیده که پا میشه میگه آقا پاش در ایستاده ادامه بدیم اینجاست که ما فهمیدیم آقا پدی پیملت دوست داره در خاک باشه در ایستاده تونی فرگوسن ضربات خیلی خوبی رو شروع کرد به سر و صورته. پدی پیملت زدن اینجا چرا پدی پیملت نفسش رفته بود بدنش دم کرده بود نفسش کاملا رفته بود و لاکتیک شده بود تونی فرگوسن اما سر حال سر حال بود یک دلیلی که میگم تونی فرگوسن احتیاجی به دیوید گاگینز نداشت همینه چون نفسش خوبه این آدم پنج راند مبارزه میکنه که سه رانده و شروع میکرد ضربه زدن اینجا دوباره پدی پیملت زیرگیری میکنه که بتونه کنترلش بکنه در خاک نه اگه این زیرگیر رو نکرده بود باور کنید تونی فرگوسن میزد پدی تو با اینکه این همه کتک خورده بود یه راند بیشتر هم میشد میزدش چون نفس پدی پیملت تموم بود اینجا آوردش در خاک قشنگ مشخص بود اینجا اومد گردن هم بگیره اینجا نجاتش داد اینجا پای تونی فرگوسن رو گرفت بلند کرد با یه چرخش این خیلی خوبه که تو جوجیتسوکا رو بچرخونی بیاری این دستش که اینجاست گیوتین چوکت میکنه با یه چرخش آوردش در خاک این هم سریع اومد بره تو رابرگارد تونی فرگوسن رابرگارد رو خیلی خوب اجرا میکنه هم این هم نیت دیاز و نیک دیاز برادرش و کنترل کرد پدی پیملت پدی پیملت اینجا بهت بگم تمام نفسش رفت پاشو نگاه کنید پاش چجوری میشه پاش رفت اینجا پای راستش ببینید پاش شل میشه میتونیم میاد پایین نمیتونست خوش نگه داره نفسش تمام رفته بود فقط دل تو دلش نبود این ثانیه ها بگذره تونی فرگوسن رو محکم نگه داشته بود که این ثانیه ها بگذره و تمام بشه اصلا پاهاش رو نگاه کنید پای پدی پیمبله رو لیز میخوره میاد پایین نکنید شو نفس نداره نفسش تموم شده تونی فرگوسن اون زیر نفس پر پا میشد زده بود پا میشد زده بود چند تا دونه بهش پدی پیم میزد ولی نفس هیچی نداشت اینجا هم به زور مد پاش بلند که مبارزه رو در ایستاده ادامه بده هر چی لگت زد اونم مثل کنه چسته بود این اجازه رو بهش نمیداد چون میدونست اگه پاشه کارش تمومه تونی فرگوسن تموم میکنه اینجا اومد گیوتین اجرا بکنه که جالب نبود سرش رو خارج کرد ثانیه های آخر اینجا حتی پارم خوب نگاه کنید چقدر قشنگ کنترل کرده پدی پیمبلت و های خوبی هم به سرش میزد پدی پیمبلت نفس دیگه نداشت اینجا نفسش تموم تموم بود و اینجا سوت پایانو میزنن اینم ضرباتی که پدی پیمنت به سر و صورت تونی فرگوسن میزد دوستان چه ضربه هایی به سر و صورتش زد بعد جور ضربه ناکنی مشتا رو چقدر مشتای پیاپی دون گوم گوم به سر و صورت تونی فرگوسن میزد این راند یک بود که بعد اینجام یه فلاینی زد و یه دونه مشت دیگه خوابون به صورت تونی فرگوسن رو ناک داونش کرد اینجام در خاک چندین تا ضربات خوب در تاپ زد و با رایه. متحد داوران حالا کارت قاضیان هم آخر برنامه بتونش نشون میدم پیروز مبارزه شد تونی فرگوسن هم یهو رفت نما باشه رفت بدون که دست این اصلا دست بدین اصلا تعجب کرد صورت پدی پیملت نا کنین چرا رفت اصلا همه داشتن خوشحالی که خودش هم خوشحالی نمیکرد که چرا تونی فرگوسن رفته چون این فقط احترام داشت میزد به تونی فرگوسن به جز احترام هیچ کار دیگه ای نکرد با تونی فرگوسن تونی فرگوسن برمیگره تازه یادش میفته میگه این آدم مخش یه جوری شده نمیدونم چه جوری شده میاد یه بهش باش میکنه و میره و اینجا که دارم مصاحبه میکنن با پدی پیمبلت خیلی تعریف میکنه میگه این لجند این واقعا اسطوره ماست در این وضع اسطوره است خیلی از تونی فرگوسن تعریف میکنه آقا لهجه هم همیشه براتون بگم خیلی جالبه لحجه لیورپولی تو انگلیس خیلی بعضی وقتا کیارو خیلی خیلی زیاد میکنن دارد بچه های که لیورپول هم میدونن نمیگفت فاخین تونی فرگوسن فاخین ناکن فاخین فرگوسن فاخین فرگوسن فاخین خیلی لحجه هاشون جالبه خب بهتون بگم که با این پیروزی این هم ما پیشمینی کرده بودیم پدی پیملت میبره و پیروزی مطلق داشت با رأی متعدد آوران پیروز شد و خیلی دوست هم تونی فرگوسن پیروز مبارزه بشه باور کنید اگه مبارزه پنج رانده بود تونی فرگوسن قطعا پیروز شده بود چون نفسش رفته بود پیمبلت و اینجا خطرناک نشون داد خودش پیمبلت که اگه میخواد بیاد جزء بالا قرار بگیره نفسش رو باید درست کنه ما مستند کامل پدی پیمبلت هم ساختیم میتونید برید ببینید در کانال و به نظرم یه فایتری که آینده خوبی میتونه داشته باشه اما با نفسش رو باید درست کنه با این نفس نمیتونه بیاد جز بهترین های نامبر وان قرار بگیره خب این هم UFC 297 که قراره 20 ژانویه برگزار باشه که خب ما میدونیم هم قبل از مبارزه هم بعد از مبارزه حتما تحلیلش رو براتون میریم شان استریکن در مقابل دوپلسیس مبارزه خواهد کرد و فایت بسیار جالبی خواهد شد مبارزه بعدی که خیلی منتظرش بودین شوکت رحمانوف بود که خب رنک پنجم در مقابل استیفن تامسون که رنک 6 بود قرار بود مبارزه بکنه و تامسون یکی از فایترهای بی نظیر UFC به دلیل اینکه بیس کاراته داره کاراته کار خیلی خوبیه اصلا استایلش کاراته است و از کاراته اومده به MMA یه جورای تقابل MMA فایتر بود در مقابل کسی که کاراته کاره شوکت رحمانوف 29 ساله در مقابل استیفن تامسون 40 ساله قرار گرفت و میبینید به همین صورت که دارید مشاهده میکنید ریچ ادوانتج داره دست دستای بلند داره شوکت رحمانوف و مبارزه که آغاز شد 17 تا پیروزی داره 6 تا باخت استیفن تامسون و شوکت رحمانوف 17 تا پیروزی بدونه باخت طرفدار بسیار زیادی در قزاقستان داره با پرچم قزاقستان میاد ولی کشورش رو زدن ازبکستان اینو من نمیدونم داستانش چیه ازبکستان به دنیا آمده اهل قزاقستان یا ازبکستان زندگی کرده اینو برام دوستان توضیح بدن چه جوری کشورش رو میزنه یو تو خود سایتش ازبکستان تو خود ویکی‌پدیا هم ازبکستانه خودش با پرچم قرقیزستان میاد و طرفدارش هم هم از قرقیزستان هستن و و عجیبه برام ببخشید قزاقستان میگم قرقیزستان قزاقستان قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان اینا همشون ولی منظورم قزاقستان نه قرقیزستان قزاقستان اینو برام بیاد بچه‌ها توضیح بدین ما آخر نفهمیدیم ازبک قرقیزستانیه و طرفداراشو نگاه می‌کنیم مبارزه آغاز شد خیلی با احترام با هم دست دادن گاردشو نگاه کنید گارد استیون تامسون و قشنگ کاراته است نگاه کنید المپیک کاراته رو ببینید تقابل کاراته در مقابل ام میشه این ببینید سطح کلاس بالایی از, از کاراته رو داره میبینیم در مقابل ام ام ای رحمانوف میترسید از کاراته استیفن تامسون چون استیفن تامسون در این گارد ببینید هم میتونه سایت کیک خوب بزنه هم های کیک خوب بزنه با پا کنترل کنه ضربه با دست بزنه ایستادش خیلی بهتر از شوگت رحمانوف رحمانوف اومد جلو جلو حتی سایت های اسیفن تامسون هم تحمل کرد اومد اومد که یه جوری بتونه دل تو دلش نبود بگیره استیفن تامسون رو که اینجا با یه ضربه ای که اومد بزنه گرفتش اسیفن تامسون اصلا تو گرپلینگ که بخواد مثلا نذاره حریفش بره توی پوزیشن برتر در جوجیتسو و در ترانزیشن ها اصلا خوب نیست نیا کنید اینجا یه دستش زیر کتف سیفن تامسون زده اون یکی دستش هم اینجا وارد میکنه ببین دو تا دستش رو آورده زیر کتف سیفن تامسون اما جالبیش این بود که این خیلی پیشرفت کرده بود استیون تامسون تو این قضیه دفاع کشتیش خوب شده بود فقط نه دفاع جوجیت سوش نه حمله جوجیت سوش نه حمله کشتیش دفاع کشتیش خوب شده بود نمیذاش بزنه تا زمین پا رو اصلا نمیذاره بیاره اینور ور شوکت رحمانوف اجازه نمیداد بیاره اون سمت که بزنه تیز زمین خیلی قشنگ دفاع میکرد انقدر کلنجان رفت شو کرد رحمان بتونه به کوب زمین آوردش بالا آوردش پایین دست و پا فشار می آورد هر کاری میکرد نمیتونست بزنه تیز زمین حتی اینجا چندین تا ضربه محکمم با مش زد به سر صورت استیون تامسون پا رو می آورد عقب می آورد جلو مشت بهش میزد نتونست باز به تیز زمین که خیلی قابل احترام بود اینجا برای حرکت استیفن تامسون خیلی قابل احترام بود جدا شدن دوباره باز همون گارد کاراتش رو گرفت خوب میت سیکشن کیک میزد ضرباتی که میزد بی نظیر بود صدا میداد به شکم و خوب کار میکرد در ایستاده حریف استیفن تامسون در ایستاده نمیشن شد راند دوم شوکت رحمانوف میدونه که مثل بلال محمد مثل گیلبرت بن مثل خیلی از فایترهای دیگه باید شما استیفن تامسون رو بزنی زمین باید گرپش کنی چون در ایستاده خوب کار میکنه مبارزه ادامه پیدا کرد باز اینجا بر با زیرگیری اقدام میکنه ببین مثل کروکودیل مثل برق و باد میگیره پارو میره دنبالش باز ببین باد پارو در میاره میبینید؟ خیلی قابل احترام بود واسه من این استیفن تامسون این کارش خیلی دفاع کشتیش خوب شده بود خیلی خوب شد یعنی اصلا یه کلاس دیگه یه دفاع کشتی رو به نمایش گذاشت از خودش و هر کاری ببین هر چی تلاش میکرد چوکت رحمانوف نمیتونه تا اینکه دوباره دقیقاً همون اتفاقی که برای لیون ادواردز در مقابل کوبی کاوینتون افتاد تو کشتی که بهتون گفتم سایت دیف بود نمیخورد اینجا افتاد ببین دقیقا پا رو گرفته به همون صورت وای میسته لیله حریف رو تماشا کنه نکن لیله پا که میاد بالا تو باید بری زنی درو کنی اینجا پا رو که میاره بالا میخواد بکنه چند بار این کار کرد البته نکون اینجا کرد اومد بالا اومد درو کنه ببین پا رو اومد درو کنه در ریتمش نمیخوره پای شوکتو ببینید اومد پا رو درو کنه دید به ریتمش نمیخوره وایسا تا یه بار دیگه بره بالا یه بار دیگه که رفت بالا دست و انداخ رو سرش کوبید پایین میبینید کوبید پایین و بازم استیون تامسون اینجا خوب دفاع کرد میگم سایت اف بود که اصلا زمین نمیخورد یا خیلی کشتگیر حرفه‌ای تو اینجاها خوب نیست استیون تامسون تو ترانزیشنایی که حریف میخواد بکنه در خاک بسیار راحت پوزیشن رو میده خب نکته خیلی اساسی هم اینه که اینجا شوکت رحمانوف یه فن خیلی قشنگی زد ها آموزشی واسه کسایی که می کار میکنن گوشه کیج نگاه کنید با دست راستش چیکار میکنه کجا رفتیم ما نگاه کنید با دست راستش چیکار میکنه اینجا شوکت رحمانوف دقت کنید دقت کنید دست راست شوکت رحمانوف میبینید گرفته سیفن تامسون رو در خاک دست راستش میاره پایین میره مچ دست استیفن تامسون میگیره با دست راست خودش از اینجا بهتر بتونه نشون نگاه کنید با دستش گرفته دست استیفن تامسون دست راست استیفن تامسون رو خل سلاح کرد با دست خودش و با دست دیگرش داره مشت میزنه به شکمش خیلی این فنجاله بود برای من چون یواش یواش هی دستش می آورد عقب ببین هی مفصل رو میره عقب هی میره عقب هی عقب نگاه کن هی میره عقب اینجا میتونه ساب میشن بکنه نگاه کن نگاه کن فشاری که داره تحمل میکنه تامسون ببینید اینجا دیگه همه گفتن کیمورا رو میخواد بزنه یوهو رفت پشتش گردن رو گرفت من گفتم تموم شد واقعیت هم نمیدونم چجوری اینجا تمومش نکرد خیلی فشار خوبی داشت میبود دو سه سانه دیگرش داشته بود تب کرده بود که میرفت خیلی از کرد گفتن هیز اوت تا گفتن هیز اوت اومد بالا شروع کرد ضربه زدن شوکت رحمانوف شروع کرد ضربات پیپی بازم اینجا خیلی طول کشید یعنی نبود که سری تموم بشه چندین تا ضربه زد خوب دفاع میکرد تا اینکه اینجا رفت به پشتش و ریر نکت چوکش کرد و اینجا هم تب میکنه نگاه کنید دستشو دست سیون تامسونو <applause> تب میکنه و تموم میشه و شکر رحمانوف 18 تا پیروزی بدون باخت میشه یه خوشو خیلی عالی هم میکنن با هم اینجا و صحنه آیستر میبینید که این فن زد دستش به عنوان پیروز بالا میره و قولم داده بود که تا سال دیگه قهرمان ویلتی ویت خودش باشه شوکت رحمانوف باید ببینیم چه اتفاقی میفته فایتر خیلی خوبیه ولی میگم در مقابل یه گرپلر خیلی خفن الان نبود در مقابل کسی بود که استرایکر بود نتونست درست حسابی اینجوری بگیره راندیک به بکوبتش سری زمین درسته که خیلی قشنگ نمایش داد ولی اونجوری که خبیب اونجوری که اسلام میگیرن حریفا رو میچسلن میارن در خاک نتونست استیفن تامسون اونجوری تموم بکنه به نظر من اما خب اینکه همه تموم کرده اینکه نتیجه 16 0 خیلی خفنه ولی ما داریم مقایسهش میکنیم با خبیب با اسلام با همزد شیماف. علیه یه خب بهتر از اون ریلکس بودن شما خیلی بیشتر دوست دارم خیلی ریلکس تره و خیلی آروم خیلی مهمه اینا تو فایت ولی به نظر من روش باید حساب باز بکنید جزو کسایی که قرار خیلی بیاد بالا اما دسته ویلتر رو با هم بررسی کردیم توش قولایی کامار هست لیون ادواردز هست خود کوبی کاوینتون هست بلال محمد هست چه جنگی بشه چه جنگ گیلبرت برنز هست خیلی دسته وزنی باحالی شده ای. و به نظر من میتونه قهرمان بشه نظر شما چیه به نظرتون میتونه قهرمان این وزن بشه یا نه خب بریم مبارزه کوم این ایونت مبارزه رو براتون گذاشتم آخر و در آخر هم یه سری توضیحات تکمیلی و داستانایی که اتفاق افتاده براتون میگم الکساندر پنتوجا 26 تا پیروزی 5 تا باخت در مقابل براندون رویوال بود که 15 تا پیروزی داشت 6 تا باخت اینا قبلا با هم مبارزه کردن دور مبارزه قبلی هم پنتوجا تونسته بود ساب میشن بکنه رویوالو و در فلای ویت بود آقا چه فایتی بود اولا برای من یه سواله برای شما دوستان اگه میدونید به من بگید برند رویوال کی با یه آدم نظامی اومد که البته من درجه ای روش نمیدیدم ولی خب یه چیزی اینجا یو اس می دارم میبینم از نوشته اینجا از ارتش آمریکا ام چی بود اونجا بعدم بغلش میکرد این از ارتش آمریکا داستان چیه برند تو ارتش آمریکا یو اس خودش این چی بود داستانش که ایشون اومده بود و یه لباس ارتشی کلا گوشه آکتگان وایستاده بود دوتا هم قرار بود با هم فایت بکنن که فایت بینظیر و جالبی قرار بود بشه که براتون پیش بینی کردیم که این فایت خوبی میشه و فایت خوبی هم شد دوستان فایت قبلی هم که شاکت رحمانو برده بود که خب اونم پیش کرده بودیم شاکت میبره که برد خب خیلی از شما هم همون پیش رو کرده بودید ت... اصلا تمام پیش اتفاقا درست بود شما به جز تونی فرگوسن 75 درصد گفته بودین تونی فرگوسن برنده میشه و 25 درصد پدی پیمپلت رو انتخاب کرده بودین در غیر اون صورت خیلی قشنگ رای داده بودید خب مبارزه این دوتا پنتوژا که چهره رو مشاهده میکنید چمپیونه قهرمانیشونه ایشون اومده ایشون بود که از قهرمانی خودش دفاع بکنه و برند رویبار اومده بود که انتقامش رو بگیره و شکست بده الکساندر پنتوجا رو و بتونه قهرمان بشه دوستان مبارزه که آغاز شد این پنتوجا عین روبوکاپ انگار مثلا چیت زدی زد ضربه مستقیم رفت جلو لاتی میزد ضربه به این برند روی وال برند نگاه کنید رو همون مبارزه که آغاز شد و شروع کرد ضربه زدن خوب تا 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 ضربه به برندر رویوال و برندر فرار میکرد فرار من گفتم یه الان تمومش میکنه ولی دوستان چه فایتی شد در ادامه با اینکه میدوید سمتش رو بر فرار میکرد اون هم ضربات خوبی میزد ولی پنتوجا فایتر عجیب قریبیه ببین جنگجوه به تمام معنا جنگجوه به تمام معنا چندین بار گرفت همه این همه اینا که داریم این 15 سانیه نگذاشته از فایت اومد تکتام بکنه اینجا موفق نشد حریفش خوب کنترل کرد میت سیکشن کیک های خیلی خوب میزد پنتوجا به برندن رویوال برای زیرگیری اینجا اومد اقدام میکنه دستاشو نگاه کن چن حریفش قشنگ زیر کتفا کرده اما بلند میکنه میکنه بوم میکنه حرفو میاره در خاک و در راند اول اینجا هم خیلی آپکیک های وحشتناکی میزد برندن رویوال که موفق نشد بخواد ناک اوت بکنه یا ناک بکنه پنتوجا رو پنتوجا ترانزیشن میکرد و بریم کل مبارزه رو به صورت خلاصه اینجا براتون بذارم ضربه های پنتوجا رو دوستان نگاه کنید. چه هر کدوم از اینا واقعا میتونه نکات بکنه اینا حالا سبک وزنن فلای ویت سنگین بودن درجا ناکاوت میکرد سرعت خیلی بالایی هم هست تو این بس این ضربه اصلا پای برندن رویوال رفت از پاش اینجوری داشت سکندری میرفت باز نگاه کنید میت سیکشن کیک هایی که میزد عالی میزد به برندن رویوال زیرگیری هایی که میکرد عالی بود چون این مبارزه پنج ران طول کشید دوستان و مسلط خیلی خوب کار کرد برندن چیز الکساندر پنتوشا ضربه های معنیدار محکم رو میزد به سر صورت برندان رویوال برندان رویوال هم واقعا فایت کرد رو رو هم وایسادن مردونه فایت کردن این ضربه بود که بهتون گفتم ببین ضربه رو که زد به صورتش پای برندن رویوال رو نگاه کنین پاشو پاشو نگاه کنین ببینید می سکندری میخورد این اینم مید سیکشن کیک که میزد یا لیور کیک ضربه‌ای که به کبد میخوره اینا هم میتونه هر کسی رو بندازه محکم ضربه میزد نگاه کنین چه موجی میندازه روی بدن برندن رویوال خیلی محکم ضربات رو میزد و زیرگیرهایی که میکرد از برندن رویوال فقط در راند پنجم بود که خیلی تونست ضربه هایی رو برندن رویوال بزنه در غیر از اون خیلی پنتوژه ضربه خوب میزد نگاه کنید اینجا دیگه راند پنج بود که برندن رویوال ضربات خوبی رو به سر صورت پنتوژا وارد کرد و یه جامی آپرکات خیلی خوب زد چون گول زد نگاه هوکو نشون داد یوها آورد پایین آپرکات زد به غیر از این ما زیاد چیز خاصی از رویوال ندیدیم بیشتر پنتوجا جنگجوی به تمام معنا جنگجوی به تمام معنا حریف و آورد در خاک و ضربه میزد در ایستاده ضربه میزد طوری که داورا اومدن اعلام بکنن پیروزو که پیروزیش هم مطلق بود هر کدوم از اینا که تو مین کار پیروز شدن با دیسیژن مطلق پیروزی مطلق بود و حرف و حدیثی توش نبود دست داره میزنه بر حریفش و پیروز مبارزه بازی برزیلی میشه و باز آمریکایی شکست میخوره همه آمریکاییا شکست خوردن و در مین کارت و کمربند میرسه به پنتوجا این فایت فایت بسیار فنی عالی بود میتونید برید در کانال تلگرام ببینید حتی اینجا میاد معذرت خواهی میکنه پنتوجا میگه ما معذرت میخوام که فایت بورینگی بود خود جورگه میگه با بورینگ نبود فایت به این بالی عجیب بود خودشم گفت بورینگ من موندم گفت بورینگ و اینجا هم نگاه کنید کارت های ها رو مبارزه لیونارد وارد و کوبی کاوینگتون اول بزنین همین چون براتون گفتم این آخریو بگم الکساندر پنتوژا و برندن رویوال 50 45 50 45 49 46 به پنتوژا دادن یعنی مطلق عملکرد خیلی عالی در 5 راند و فایت بسیار خوبی بود سرعت خیلی بالا مبارزه لیون ادواردو کوبی کامینگتون 49 46 49 46 49 46 اینم پیروزی مطلق برای لیون ادوارد بود یعنی یونانمیس دیسیژن یونانمیس یعنی رأی متعدد داوران که هر کدومش هم رأی قطعی دادن به لیون ادوارد و بعدیش هم پدی پیملت و تونی فرگوسن هم به همین صورت سی بیست و سی, بیس سی بیس قاضی هم مثل که با هم در تماس بوده این هم مطلق داد به پدی پیملت و دو تا تموم کردن هم که امت بود که بهتون نشون دادیم چه مشتی کرد و استیفن تامسون که ریر چوک شد و مبارزه به اتمام رسید و اینم از یو اف سی که خیلی تحلیلش طول کشید دوستان واقعا کسایی که تا الان موندن دمشون گرم واقعا خداییش خیلی برای من عجیب بود که نگاه میکنم اون کلمه های رمزی که میگم دوستان برام مینویسنی تا الان دیدن برنامه رو اون قبلی رو دیدم همینطوری همه دارم میزن الکوهی, الکوهی الکوهی لولو خورخوره و الان هم کلمه رمز حالا تا آخر برنامه مشخص میکنیم براتون که اگه لطف کنین بهم بگین اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد و تا الان برنامه رو دیدین حال کردین لطفا لایک بکنید ما لایک هامون خیلی عجیبه که کمتر از کامنت هامونه اصلا یه بی سابقه یا تو یوتیوب همیشه کامنت ها کمتر لایک ها بیشتره من نمیم چرا به جای کامنت ها لایک هم بکنید و خیلی از مستندهای خوب براتون ساختیم که میخوایم پخش بکنیم به نظرم خیلی پربار بود در این حال UFC 227 رو در پیش داریم که شان استریکلند و دوپلسیس قرار با مبارزه کنن که اون فایت هم خیلی جالب خواهد شد و در این حال UFC قرار داد با مایکل ونوم پیج بسته که اولین مبارزش با کیوین هالنده در UFC 299 که اون چه شود UFC 300 همون که براتون پیش بینی کرده بودیم گفتیم که معمولا UFC میاد عددهایی که به این صورت میشه 300 200 و فایت های خیلی خفن میذاره میگه ما دانا وایت دانا واید خودش گفته گفته ما در UFC 300 یه کسایی رو حتی تو کارت پایین میذاریم تو پایین ترین حالت که اصلا مین ایونت نیستن و پایین پایین اولین بارزه که هر کی ببینه میگه مگه میشه اینا تو اینجا قرار بگیرن بعد تو مین ایونت باشن یو UFC 300 میخوان ریخت و پاشه وحشتناک بکنه UFC بعد ببینیم چه اتفاقی میفته یه رونمایی هم از بازی تیکن شد حالا براتون بگم بچه های گیمر میدونم زیاد نگاه میکنن برنامه رو تیکن که بازی میکردیم قدیم در پلیسیشن 1 بود اگه اشتباه نکنم تیکن 8 داریم یه تو پلیسیشن 5 که خیلی جالبه اونم دیدم تبلیغش رو به UFC داده ببینین چقدر بلدن کجا تبلیغ بدن ها طرف میبینی حالا مثلا UFC الان تو ایران مثلا MMA میخواد برگزار بشه مثلا اسپانسرش گروه پتروشیمی مثلا فلان گروه فلزات سنگی و یه چیزی باشه ربط داشته باشه دیگه انرژی درینک نوشیدنی انرژی نمیدونم بازی تیکن بازی یو اف سی آخه مثلا میدونی همه چی رو بهش فکر میکنن امیدوارم یه روزی برسه که ما هم به این حد حرفه‌ای بشیم آقا کلمه رمزم میذاریم دمتون گر یا گرم هر چیزی که شما بخواید دمت هات عکس اون هات بغلش باشه یا نباشه همین اینجوری که ما ببینیم کلمه رمز تا اینجا دیدیم مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودید دوستان من کردم که بیشتر موارد رو بهتون بگم حواشی رو بهتون بگم خود فایتر هم تو تلگرام گذاشتم میتونید برید اونجا ببینید برا من بنویسید که به نظرتون من فایتا رو دونه دونه در بیارم و آنالیز بکنم یا یعنی اینکه اینجوری در جمع بگم چون اینجوری احساس میکنم بعضی شاید سر بره نمیدونم خودم هم اگه دونه دونه در بیارم شاید بیشتر بتونم به دیتیل و تحلیل بپردازم و اینکه یه پیشنهاد دیگه هم لطفا بهم بدین چه فایت یا دوست دارید که اصلا انجام شده در تاریخ براتون اونها رو دوباره من آنالیز بکنم ممکنه فایت های قدیمی باشه اونا رو هم برام بنویسید اگر بدونم فایت خیلی تکرار داره میشه اونا رو گیری میکنم حتما اونا رو براتون آنالیزشون میکنم مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودید دمتون گم خدا نگهدار منتظره مستند لیونت بردان باشید با شرکت رحمان خداحافظ